با درود فراوان و همه شما عزیزان به یکی دیگه از برنامه های کاوش خوش آمدید. این برنامه 29 کاوش هست. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر، نویسنده، محقق و بنیانگذار تئوری awareness integration، ادغام آگاهی هستم. خوشحالم که دوباره در کنار شما عزیزان هستم، در لایو فیسبوک لایو، در رادیو قاصدک، در رادیو دانش و بینش، و خوشحالم که همه شما علاقمند شدید به این برنامه ها و گوش میدید. این برنامه ها شروع شد با اینکه یک گروهی که دوستان هستیم و از اساتید، کسانی که محقق هستن و از اشخاصی که تخصصهای مختلف دارن، در کنار هم اومدیم تا مباحثی رو که در حقیقت راجع به انسان و انسانیت و مسائل هم از طریق علمی هم تجربی از علوم مختلف رو با هم دیگه باز بکنیم. و خوشبختانه کسانی که مایل هستن که با ما باشن و تو این بحث ها شرکت بکنن تشریف میارن توی این زوم میتینگ ها. کسانی که دوست دارن فقط دریافت کننده باشن و دانشی رو که به هر صورت اینجا هست رو دریافت بکنن و تو زندگیشون استفاده بکنن، از راه‌هایی که گفتیم از اون استفاده میکنن. هر جلسه در حقیقت مبحث جلسه های بعدش و اون مواردی که این گروه دوست دارن و مایل هستن که باز بکنن مطرح میشه و از اونجا ما جلسات بعدی رو مشخص میکنیم و معمولا هم کسی رو که متخصص در اون مبحث به خصوص دعوت میکنیم که تشریف بیارن و بتونن که مباحث رو باز بکنن برای ما، و بعد از اونجا شروع میکنیم به پرسش و پاسخ یا تجربیات رو در میون گذاشتن، و هر کسی میتونه از تجربیات علمی خودش، تحقیقاتی خودش و یا تجربی خودش به این فضا وصل بشه و کانتریبیوت بکنه، از وجود خودش اون هدیه‌ای که داره رو به وجود بیاره. امروز در حقیقت صحبت راجع به کوچینگ، مربیگری و کوچینگ هست. این مبحث از جایگاهی که به وجود اومد این بودش که بسیار از اشخاصی که با ما هستن در رشته‌های روانشناسی یا تخصص دارن یا تجربیات خصوصی خودشون رو دارن، و بعد مباحثی بود راجع به این که آیا رشته روانشناسی به معنای این روان درمانگری چجوری جلو میره، برای مقدار راجع به اونها صحبت کرده بودیم، و در کنار اون رشته هایی مثل کوچینگ و مربیگری هم شروع شده که یه مقدار زیادی اونها هم نه تنها از جایگاه اول میتونیم بگیم از کمپانی ها و بیزنس ها شروع شد و بعد رفت به فضای لایف کوچینگ و اشخاصی هستن که مربی زندگی هستن و از در اون شرایط دارن به ملت خدمت میکنن و کمک میکنن. گروه هایی هستن و یک برنامه داشتیم راجع به گروه هایی که وجود دارن و اون رو برنامه رو میتونین برگردین و تو یوتیوب چنل من ببینین و ببینین که چه مباحثی راجع به اون گروه ها اتفاق به صحبت شد و از کسانی که دایر کردن خیلی از اون گروه ها رو اومدن و صحبت کردن. امروز خوشحالم که جناب دکتر پیمان رحیمی نژاد رو در کنار خودمون داریم که ایشون صحبت میکنن راجع به مربیگری و اینی که چه مواردی رو تاریخچش و چه مواردی رو وجود داره. دکتر شما اینجا تشریف دارین؟ سلام، حالتون خوبه؟ بستیم. خیلی ممنونم. ویدیوی شما رو نداریم، آیا تصمیم داریم بدون ویدیو صحبت کنیم؟ دکتر من خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم. من یک مشکلی فکر میکنم اینترنت داره که کانکت نمیشه ویدیو و استاپ میده. حالا دارم تلاش میکنم، اگر احتمالا وسط بحث تونستم بحث بکنم که حتما بحث میکنم و از محضر همه عزیزان استفاده خواهم کرد. بها عذرخواهم چون تمام تلاشم کردم، اما فکر کنم سرعت اینترنت من اینجا فکر کنم مشکل داره که نمیتونم بحث بشم به ویدیو و تصویر برای شما داشته باشم. خواهش میکنم. چرا به دکتر، آیا پاورپوینتی دارین؟ اگر که دارین میخواین برای من ایمیل کنین که من براتون از اینجا بذارم. بله. من خودمو مینویسم توی این چت براتون مینویسم، و اگر مایل هستید به اون بفرستید که من همونجور که شما صحبت میکنید اون رو دریافت بکنم و براتون بذارم. خدار از شما. خامیتو من پاورپوینت دارم، اما خب به اصطلاح توی لپتاپ هم هست، الان با گوشی وصل شدم. شما اینجا تو ایران مشکلات اینترنتی زیاد داریم، نشده با لپتاپ وصل بشیم، حالا چه اروری میده. من با گوشی وصل شدم، اما اینجا بعد پاورپوینت رو میفرستم خدمتون برای دوستانی که میخواین احتمالاً در نظر بگیرید، احتمالاً براشون شیر بکنید که داشته باشن برای حالا به عنوان اطلاعات و دیتایی که در مورد مربیگری هست.
خواهش میکنم. دکتر ممکنه قبل از اینی که گفتارتون رو شروع بکنید لطف بفرمایید و اول بدون سانسور لطفاً خودتون رو معرفی بکنید. خیلی ممنونم. من باز هم خدمت همه دوستان عزیز و محترمی که در این برنامه هستن سلام عرض میکنم. من پیمان رحیم‌نژاد هستم، پژوهشگر روانشناسی مثبت نگر هستم در ایران. تا به امروز کتاب هایی رو در زمینه روانشناسی مثبت تألیف و ترجمه کردم در ایران و در زمینه مربیگری هم تقریبا از سال 90 یکی از اساتیدی که حالا در کانادا بودن، ما باش خانم شری توماس، با ایشون یک دوره مربیگری رو داشتیم و کتاب مربیگری سر جان ویتمور یعنی کوچینگ فور پرفورمنس رو من اون زمان ادیشن 4مش بود که این کتاب رو موقع من دیدم و از همون زمان تو ایران شروع کردیم به کار مربیگری برای سازمان ها، بیشتر البته برای مدیران سازمان ها، چون من یکی از فعالیت‌هایی که دارم روانشناسی صنعتی سازمانیه که در اون زمینه در ایران تحصیل کردم و تو زمینه روانشناسی مثبت هم در کنار اساتید عزیز مشغول به فعالیت هستم و مدیر یک مرکز توسعه روانشناسی مثبت نگر در ایران هم هستم به نام کافه آگاهی که در این زمینه فعالیت پژوهشی و آموزشی میکنم. بسیارم خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم و قراره که یاد بگیرم از محضر همه دوستان عزیز، جناب آقای علایی، خانم دکتر خطیب‌زاده، از آقای دکتر تقوی نازنین هم تشکر میکنم که فرصتی رو فراهم کردن که من بتونم هم با دوستان عزیز آشنا بشم، همین که ازشون یاد بگیرم. ممنونم که فرصت رو به ما دادید و در اختیار شماست که بفرمایید. اگر لطف بکنین فاصله 15-20 دقیقه و بعد بتونیم دوباره یک گفتاری از همگی داشته باشیم و دوباره توپ رو برگردونیم پیش شما. بفرمایید. واقعیتش این که داستان مربیگری شاید به نظرم از سقراط شروع شده و اگر نگاه دقیقی به تاریخ این ماجرا بندازیم از اینجا شروع میشه که همونطور که سقراط علاقه‌ای به داشتن و به بیان اطلاعات نداشت، سعی میکرد که به وسیله پرسشگری و پرسشگری منطقی عملاً آدمها رو وادار به تفکر بکنه. اما مربیگری مدرن دقیقاً از سال 1970 ایجاد شد که دقیقاً با آثاری از به اصطلاح کسی که حالا در جهان اون زمان حالا با اون فضایی که داشت گالووی یا تیموسی گالووی شروع به فعالیت کرد و خب بنابراین آنچه که وجود داشت این بود که این آدم در قامت یک متخصص و یک کارشناس آموزش پرورش در دانشگاه هاروارد و یک کسی که متخصص تنیس هم بود عملا کتابی رو تحت عنوان بازی های ذهنی تنیس و بازی های ذهنی اسکی و بازی های ذهنی گلف رو اومد و شروع کرد به نوشتن و کار کردن و آرام آرام از اینجا جریان مربیگری در جهان مدرن به شکل علمی خودش معرفی شد که خود گالووی یک جایی میگه مبارزه با دستاوردهای یک ذهن دشوارتر از مبارزه با حریفیه که اون سمت تور ایستاده. و وقتی که شما وارد این ماجرا میشید میبینید گالووی از اینجا ماجرا رو شروع کرد. در اون زمان مربیان و آموزشیارانی بودن که علاقه‌مند بودن که این مسئله رو دنبال بکنن، اما واقعیتش چون مسئله خیلی مبهمی بود همراه گالووی خیلی همراهی نکردن و به نظرم شاید اون زمان فقط و فقط گالووی ناچار شد برای اینکه ضرورت مربیگری رو مربیان اون زمان حداقل توضیح بده، اومد به آدم‌ها یک پیامی داد و پیامش هم این بود که مربیگری شکستن قفل پتانسیل های آدم هاست برای به حد اکثر رسوندن عمل کردشون. از همین نقطه تاریخی و از همین دیسکورسی که در اون زمان در جهان مربیگری مطرح شد، آرام آرام جریان مربیگری شروع شد و با توجه به اینکه خب ما تا قبل از اون هم فلسفه مربیگری به شکل عامیانه شو داشتیم، اما آن چیزی که حداقل وجود داشت این بود که به شکل علمیش رو دنبال نکردن، از اون زمان به هر حال اتفاقاتی افتاد که اون اتفاقات باعث شد که خب مربیگری هم رشد بخوره. انفجار این ماجرا، یعنی با اینکه تیموتی گالووی از تنیس شروع کرد اما تا تجارت و سازمان ها هم حرکت کرد، اما انفجار داستان مربیگری
در 1990 حداقل انجام شد و خب رهبران آرام آرام به این سمت حرکت کردن و احساس کردن که میتونن با استفاده از این به هر حال رویکرد نظری و علمی که هم جنبه پرکتیس داشته و هم جنبه ساینس داشته میتونه حداقل به آدم ها کمک بکنه. از همینجا جریان مربیگری در جهان شروع شد. اما چیزی که شاید این مثلا من همین ابتدا میخوام بگم و یه بارم اتفاقا در صفحات اینستاگرام هم درموش نقدی نوشتم این بود که چرا میگیم کوچینگ و واقعیتش حالا امروز شاید یه بحث جالبی در موردش بکنیم، اونم به خاطر اینکه ما عادت کردیم به فینگلیش. البته فینگلیش هم نیست، باید بگیم فارسی انگلیش، انگلیش مثلا نوشتن، چون فینگلیش اولین بار توسط فنلاندی ها ساخته شد. اونا خواستن واژه های انگلیسی رو تو زبان فنلاندی درست کنن، گفتن اینا فینگلیش هن. بعد ما یاد گرفتیم در فارسی میگیم فینگلیش، در صورتی که ما بگیم فارسی انگلیش مثلا، یعنی همچین چیزی باید بگیم. بعد میگیم کوچینگ، در صورتی که بعد بعضی از دوستانم که توی زمینه کار میکنن، من وقتی دیدمشون پیجاشون دیدم، دیدم دلیل خاصی ننوشتن، فقط نوشتن کوچینگ. اما خب کلمه مربیگری کلمه ایست که به نظر من در فارسی هست. حالا بعضی از دوستان میگن که آقا این خودش هم عربیه و خب داستانهای شدیده این دارن دیگه، به هر حال داستان مرغ و تخم مرغ و بعضی وقت در این زمینه مطرح میکنن. اما واقعیت ماجرا این که من به نظرم خود کلمه مربیگری شاید بتونه این فضا رو به ما برسونه و کلمه مناسبی است، کلمه درستی است، اونم به خاطر اینکه زبان فارسی زبانی است که قدرتمنده. یعنی خود کلمه کوچ رو ما میتونیم عملا در با عنوان مربی و مربیگری داشته باشیم، اما خب من ترجیح همین که مربیگری است، هرچند که به دوستان هم احترام میذارم که دیدگاهشون اینه که خب نه ما میگیم کوچینگ. اما خب از نظر من به لحاظ حالا یک مترجمی که مبتدی است، حالا خیلی کار آنچنانی هم در جهان روانشناسی انجام نداده، چند تا کار انجام دادن و در محضر اساتید بودن، اونها هم صحه گذاشتن، مترجمین محترمی که در ایران هستن، که ما نمیتونیم به کوچینگ انگلیسی بگیم کوچینگ فارسی، در صورتی که مربیگری کلمه خوبی است، حالا رهیار یا آیتم های دیگری هم حداقل نسبت به این هست. اما به نظرم خب به هر حال آنچه که وجود داره اینه که این ماجرا ماجرایی است که حالا از نگاه من با مربیگری مچتره و مناسبتره. حالا برگردیم به بحثمون، گالوبه این بحث ها رو مطرح کرد. در اون زمان توماس لئونارد در امریکا شروع کرد به این ماجراها رو روش دادن و خب آرام آرام مربیگری با توجه به اینکه بسیار کاربردی هم بود خیلی سریع رشد کرد. و جالب اینجاست که توی برآوردهایی که میکنن ما 30,000 مربی در جهان داریم در تمام دنیا و حالا تا الان حداقل طبق برآوردی که حداقل انجام میدن. آنچه که در مورد مربیگری مهمه و باید توضیح داد اینه که چرا مربیگری؟ به نظرم وقتی که فرد تحت تأثیر یک مربی قرار میگیره و مربیگری رو به عنوان یک راه حل پیدا میکنه، ارادش برای گرفتن نتیجه بسیار بالاتر از وقتی که به اون گفته میشه باید چیکار بکنه. بنابراین مربیگری بسیار توسعه محور و رشد دهنده است. تشویق فرد توسط مربی و تحت مربیگری به فکر کردن برای راه‌های جدید میانجام، خلاقیت فرد رو رشد میده، امکانات جدید و توسعه اعتماد به نفس میده و توانایی های فرد رو هم رشد میده. اما این وسط شاید بعضی بگن خب پس مشاور چیکار میکنه؟ دقت بکنید که وقتی که در مورد این تفاوت مربی در مقابل مشاور صحبت میکنیم، یک مشاور عمدتا کارش اینه که پاسخهای صحیح رو پیدا بکنه و کمک بکنه به فرد برای بهبود عملکردش با حل کردن مشکلاتی از گذشتش. بنابراین باید مشاور رو انتخاب بکنیم اگر می‌خوایم که مشکلات حاد شخصیتی رو حل بکنیم. این اگر فرد دچار مشکلات حاد شخصیتی است، باید بره سراغ یک درمانگر و مشاور. یا اگر می‌خواد از موقعیت‌های بحرانی زندگیش عبور بکنه، نیاز به همین داره. یا با افسردگی و دردهای هیجانی مواجهه، همینطور. یا مشکلات ازدواج، خانواده یا فرزندانش رو حل بکنه، باید بره سراغ مشاور. اما وقتی که ما می‌ریم سراغ مربی قرار هست که به ما کمک بکنه که خودمون رو توسعه بدیم و یک مسیر توسعه فردی رو با خودمون حداقل پیش ببریم. اما یک تفاوت دیگری هم مربی با یک لفظی شبیه به همین داره، اونم معلمه. که خب تفاوت مربی و معلم کجاست؟ خب همون کاری که معلم میکنه خب مربی هم میکنه دیگه، مگه فرق میکنه؟ معلم کمک میکنه به پرورش آدمای متخصص در زمینه‌های خاص و بنابراین
چنین آدمی باید در این زمینه ها دارای تخصص لازم باشه. اگر یه معلم میخواد مثلا شیمی درس بده، باید در زمینه شیمی حتما متخصص باشه. نه اینکه مثلا بگیم که نه شما در همه زمینه ها میتونی متخصص باشی و بری با آدم ها. نه، طبیعتا وقتی میگیم معلم، این کسی که در یک حوزه متخصصه و تو اون زمینه میتونه اون فرد رو هدایت بکنه، در صورتی که در جهان مربیگری یا مربی اینجوری نیست. واژه دیگری که در مقابل مربی قرار میگیره، مربی در قبال راهنماست. راهنما عمدتا کسیه که دیگران رو حمایت میکنه و به اونا راهنمایی و یاری میرسونه، کمک میکنه به آدما برای شکل دادن به ارزش ها و اعتقادات افراد به شکل مثبت توی رابطه طولانی، و عمدتا هم توسط کسی انجام میشه که قبلا خودش این کارا رو انجام داده. برای همین هم وقتی شما سراغ راهنما میرید، عمدتا کسی که راهنمایی میکنه کسیه که یه نمونه در مثلا کار خودش یا رزومه خودش داشته که ما میتونیم ازش پیروی بکنیم. خیلی وقتا تو مهارت‌های شغلی میتونیم ازشون کمک بگیریم و تو این مسیر حداقل حرکت میکنیم. یک تفاوت دیگری که حالا ما در رابطه با مربیگری حداقل در موردش بحث داریم اینه که یک کلمه‌ای به نام منتورینگ همین وسط مطرح میشه، که خب حالا در زمینه منتورینگ بحث خواهم کرد که اگر ما قرار کلمه مربیگری رو استفاده بکنیم، خب برای اولین بار این کلمه در مربیان ورزشی مطرح شد، تو دنیای ورزش بیشتر میشناختنش، اما مربیگری یک روشی است برای کنش ورزی و کنش آموزی به آدم‌ها، برای اینکه راهکارهای مؤثر در زندگیشون خلق بکنن. خب شاید بعضی بگن مربیگری از کجا داره میاد این چیزی که امروز مربیگریه؟ مربیگری آبشخورهای گوناگونی داره: روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، انسان شناسی، فلسفه، علم اعصاب، مشاوره و هنر. و این رشته ها جمع میشن و در نهایت چیزی به نام مربیگری رو به ما میدن که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم به عنوان رشته مربیگری. یک مربی به دنبال پرسش های صحیحه، نه جواب های درست. یک پروفسوری در امریکا هست به نام ویلیام آدامز، که آقای آدامز یکی از کسانی است که به همراه همسرشون خانم آدامز، اینها تخصصشون در زمینه پرسشگری است. مدرسه حتی دارن تحت عنوان مدرسه پرسشگری، که اونها سوالشون اینه، میگن سوالای زندگی تو عوض کن، زندگیت عوض میشه. و حرفشون اینه، میگن مشکل زندگی آدم ها اینه که خیلی وقتا دنبال جواب میگردن، جوابهای درست میگردن، در صورتی که انسان موفق کسی که دنبال سوالات درست داره. بنابراین اینجا میتونیم بفهمیم چرا مربیگری اینقدر جذابه، چون مربیگری به دنبال خلق پرسشه و مربی به آدم ها کمک میکنه تا آگاهیش رشد بکنه، هدف گذاری بکنه، به اونها برسه و عملکرد آدم ها رو هم طبیعتاً بهبود میده. اون چیزی که برای مربی میتونیم در نظر بگیریم به عنوان یک جاب کریری که دنبال میکنه، ما قطعا وقتی یک مربی داشته باشیم، قطعا مربی به ما کمک میکنه که در شغل و زندگی هدف تعیین بکنیم، متمرکز و اهدافمون پیش بریم، انگیزه خودمون رو توی مسیر از دست ندیم، تو زندگی و در فضای کاریمون تغییراتمون رو دنبال بکنیم. آنچه که امروز جدیدن هم دنبال میکنن با رویکردی که التقاط روانشناسی مثبت و مربیگری توسط بیسواس و ادینر و امثال هم، اون چیزی که مهمه اینه که مربیگری کمک میکنه که توانمندی های شما، مخصوصا توانمندی های منشی شما و جنبه های پتانسیلی زندگی شما حداقل رشد بکنه. به همین دلیل هم سطوح مربیگری رو اگر یک مثلث در نظر بگیریم، در سه سطح میشه در نظرش گرفت. در سطح رویین اون، اگر یه مثل یک آیسبرگ در نظر بگیریم یا مثل یک حالا مثلث، در سطح رویین و بالای این مثلث رفتارها هستن، یه رفتارهای قابل مشاهده. در سطح دوم و میانی این مثلث محرک ها هستن. مثل چی؟ مثل سبک فردی آدم ها، انگیزه هاشون، ارزش ها، باورها، نیازهای اساسیشون و تجربه های زیستشون. و در دلایل زیرین که دیگه در به اصطلاح بستر این مثلث هست، تجربیات زندگی مثل تجربه های شناخته شده و درک نشده، مشکلات روانشناختی، مشکلات شخصی که برای فرد تحت مربیگری به نظر غیر قابل به اصطلاح مدیریت. اما مبانی مربیگری چیه؟ مبانی مربیگری اخلاق حرفه‌ای است. یک مربی واقعا به شغل خودش علاقه‌منده و سعی میکنه به بهترین نحو اون رو انجام بده. انتقادی که من در مورد فرهنگ مربیگری در ایران دارم همینجاست. واسه همینم
با این که مثلا دوستان زیادی در این زمینه فعالیت میکنن، اما ایرادم اینه که خب آیا اخلاق حرفه‌ای در جهان مربیگری در فرهنگ ما واقعا رعایت میشود یا نمیشود. یه زمانی هم یادمه که به مدیر وقت مؤسسه سرجان ویتمور و خود کنفدراسیون مربیگری یه ایمیلی زدم در مورد همین ماجرا که اتیکس کدهای مربیگری فکر میکنم نیازمند یک ریوایز هست و باید دقیق تر بهش نگاه بشه. یکی دیگر از مبانی مربیگری انتظارات از مربیه. این که مربی بتونه خودش رو توضیح بده و تفاوت بین آنچه که مربیگری هست و مربیگری نیست رو برای مخاطبش توضیح بده، خب به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا تو فرهنگ ایرانی که ماشاءالله ما همه به هر حال فرهنگ توضیح دادنمون خوبه، یعنی خیلی خوب توضیح میدیم، اصلا استاد توضیح دادنیم. و مخصوصا شما وقتی توی فرهنگی زندگی میکنی که فرهنگ شفاهی به شدت تشویق میشه، فرهنگ شفاهی رو وقتی از نگاه جامعه شناسی بررسی میکنیم، میگیم فرهنگ شفاهی یعنی فرهنگ حرفهای غیر مستند و غیر مستدل. ما همه چی میتونیم بگیم، فرداش هم بگیم که نه چیز من چیز دیگری گفتم. همونطور که در رفتار حاکمان ما به هر حال شما اصلا نمیبینید این رفتارهای شفاهی رو، آنچه که وجود داره اینه که ما این رو به هر حال میبینیم که هست. حالا تو فرهنگ شفاهی که وجود داریم، ببینید رشته مربیگری چقدر میتونه به خطا بره، چقدر میتونه آسیب داشته باشه عملا، در صورتی که فرهنگ در مقابل فرهنگ شفاهی، فرهنگ مکتوب وجود داره. تفاوت فلسفه مربیگری در غرب و ایران اینجاست که در فرهنگ ایرانی فرهنگ شفاهی حاکمه، بنابراین بسیاری اوقات مربی ها دوست دارن یک کمی هم مشاور باشن، یک کمی هم درمانگر باشن، یک کمی هم مدیر باشن، یک کمی هم راهنما باشن، یک کمی هم منتور باشن، پش خدا باشن دیگه. این دیگه ما بوتیم همین. و خب چون تو این فرهنگ هستیم با اون فرهنگ استبداد سالاری و استبداد اون اقتدارگرایی ایرانی که وجود داره، خب طبیعتاً اینجا این مشکل پیدا خواهد. اما در مقابل فرهنگ شفاهی، در غرب فرهنگ مکتوبه. شما اجازه ندارید از پروتکل هاتون عبور بکنید. شما اجازه ندارید خیلی از چیزها رو به مراجعت بگید. شما اجازه ندارید در یه سری از زمینه‌ها همکاری بکنید. مثلا باش بریم مثلا چه می‌دونم رستوران، مثلا دوست یه هفته گذشته با هم بریم. پس می‌خوام بگم این تفاوت. برای همینم من با فرهنگ مربیگری در مردم در کشورم مشکل دارم. اونم به خاطر اینکه انتظارات از مربی به نظرم انتظارات حبابی است. انتظاری که تو همه چی میدونی و فرهنگ دانای کل بیشتر تا فرهنگ کسی که میتواند این فضا رو اداره بکنه. مبانی مربیگری یکیش محیطه. مربی یک محیط امن باید برای خودش و فرد مقابلش ایجاد بکنه. اینجا یک نکته بسیار جالبی رو در مورد مربیگری میشه مطرح کرد. ما در روانشناسی میگیم روانشناس صاحب صلاحیت، که این کیورد خیلی کیورد مهمی است، یا روانشناس چیره دست، روانشناسی است که حتما توسط یک روانشناس بزرگتر سوپروایز میشه، چکش میکنن، گفتگو میکنن. تو مربیگری هم باید این اتفاق بیفته. اما خب خیلی از دوستان وقتی من به حال دیدمشون، این از تجربه زیستمه که میگم عزیزم خب استاد شما کی هست، میگه خب من که خودم استادم دیگه، به هر حال از مرحله استادی گذشتم و دیگه نیازی هم ندارم. اگه شما چیزی میخوای از من بپرس، من به شما پاسخ میدم. یکی دیگر از مبانی مربیگری محرمانگی و رازداری است. یک مربی در دیگران باید اعتماد ایجاد بکنه، هم یک شخصیت اعتماد ساز داشته باشه، هم فرایند اعتماد رو در جریان مربیگریش باید بکنه، راه بده، راه اندازی بکنه، و تمام اطلاعات رد و بدل شده رو باید محرمانه به حساب بیاره. و سیاست‌های درونی، که این سیاست‌های درونی سیاست‌هایی هستن که فرد توی جلسه با به اصطلاح مربیش میمند. ما چه مواقعی نباید از مربیگری استفاده بکنیم؟ یک، دانش فنی. ما اینجا باید بریم سراغ آموزش، ترینینگ اینجا به درد ما میخوره. مربیگری نیست، ما تو زمین دانش فنی باید بریم اونجا. تو موضوعات مرتبط با سلامتی و امنیت، یکی از ایراداتی که باز نقدهایی که به مربیگری یا به اصطلاح سلف کوچ ها یا سلف کوچینگ حداقل وارده، همینجاست که ببخشید هیتتون تا کجاست، تا کجا میرین، مرزتون میشه مشخص کنین تا کجا میشه رفت؟ به هر حال از درمان اختلال شخصیت دو قطبی تا توسعه توانمندی های منشی، این مرزه اینقدر نیست طبیعتاً، مرزه ذره مرز کوچیکتری خواهد بود. و سوم، زمانی که نیازمندیم از دستورالعمل ها پیروی بکنیم، مثل اورژانس و مشکلات روانشناختی، اونم یعنی در سطح دیسوردر. حالا مربیگری دو سطح پیدا میکنه، یک سطح در سطح فردی است که در سطح فردی ما میریم برای اینکه فرد رو به سمت
توانمندی ها به یک مسیر توسعه فردی هدایت بکنه و یک سطحش هم در سطح سازمانه که به هر حال این اندیویجوال کوچ و مثلا بیزینس کوچ کسانی هستن که هر کدومشون اون کسی که در زمینه سازمان کار میکنه کمک میکنه مشکلات سازمانی حل بشه، آدمای سختش چجوری اداره بکنیم، افزایش عملکرد چه اتفاقی بیفته، تو ساختار سازمانی چی کار بکنیم، و در نهایت کسی هم که به هر حال در زمینه مربیگری فردی کار میکنه که توی این زمینه حداقل تلاش خواهد کرد که به فرد این کمک رو بکنه. من این توضیح آخر رو بدم و بعد دیگه در خدمت عزیزان خواهیم بود. اینجا یک اتفاقی افتاده، اونم اینه که کم کم از زمانی که روانشناسی مثبت به عنوان یک رویکرد در روانشناسی و یک جنبش معرفی شد، آرام آرام مربیگری دید که چه برادر خوبی پیدا کرده به نظرم، و ما میتونیم کنار هم دیگه خیلی کارهای قشنگی انجام بدیم، و مربیگری رفت و از آبشخور روانشناسی مثبت استفاده کرد. چون روانشناسی مثبت یک روانشناسی فرهنگی است. به چه معنا؟ به این معنی که در تمام دنیا ما از ابتدا روانشناس مثبت داشتیم، در هر فرهنگی مثل حکما این رو یکی از روانشناسان بسیار بسیار محترم و کارکشته که رئیس انجمن روانشناسی مثبت کاربردی انگلستان هم هست و من هم خیلی ارادت خدمتشون دارم، یک کلاسی هم با ایشون داشتم، لیندی، پروفسور الکس لیندی، ایشون میگه که فرهنگ، حکما، دانشمندان، اندیشمندان، پیشگامان دینی، شاعران، همه اینها به دلیل توسعه مفاهیم انسانی و ارزش‌های انسانی جز به روانشناسان مثبت محسوب میشن. حالا فکر کنید مربیگری رفت تنه خودش رو زد به تنه روانشناسی مثبت، و آینده مربیگری مبتنی بر روانشناسی مثبت با استفاده از مداخلات تجربی مثبتی که حداقل انجام شد کمک کرد که آرام آرام رشته مربیگری خب یه ذره قدرت بیشتری تو تئوریاش پیدا بکنه، یک چتر بزرگتری به نظرم پیدا بکنه، و این باعث شد که خب هم روانشناسی مثبت بتونه حداقل از پژوهش‌هاش در مربیگری استفاده بکنه، و هم این که در مربیگری ما بتونیم به یک فضای متفاوتی دست پیدا بکنیم. و اون چه اتفاقی بود در داستان مربیگری و روانشناسی مثبت؟ اونم اینجا بود که با استفاده از روانشناسی مثبت ما یک سری مسیر پیدا کردیم، چون روانشناسان مثبت داعیه این رو دارن که تصویر ناکامل روانشناسی در مورد انسان‌ها در طول تاریخ که همیشه جنبه‌های تاریک آدم‌ها رو بیشتر بست دادن و دنبال کردن رو همزمان دارن با تصویر مثبتی که در مورد توانمندی‌ها و قدرت انسان دارن نشون میدن و به اصطلاح پتانسیل هاش، این تصویر رو دارن متعادل میکنن. پس وظیفه روانشناسی مثبت متعادل سازی نگرش علم روانشناسی نسبت به انسان. طبیعتا وقتی همچین اتفاقی میفته مبنای ما این هست که توانمندی ها و نقاط مثبت افراد رو رشد بدیم. بین روانشناسی مثبت در قامت یک علم و مثبت اندیشی احمقانه به شدت فاصله وجود داره که خدا رو شکر خیلی هم طرفدارانش خیلی زیادن و خب خیلی هم علاقه مندن. اینم که میگم مثبت اندیشی احمقانه، دلیلش اینه که یک استادی در دانشگاه شیکاگو یک بحثی کتابی دارن با همین عنوان مثبت اندیشی احمقانه، و دلیلش هم اینو مطرح کردن. میگه من میگم این احمقانه است چون بویی از واقعیت توش نیست، و بیش از اون که بر مبنای واقعیت حرکت بکنه و فکت داشته باشه جنبه فقط دیتاهای ذهنی داره. آنچه در روانشناسی مثبت ما و مربیگری داریم میبینیم اینه که یک مربیگری در حوزه ارزیابی ها تونسته با روانشناسی مثبت یک پیوند خوبی برقرار بکنه، در زمینه مداخلات تونسته یک فضای خوبی ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی مداخلات مثبتی که میتوانیم انجام بدهیم، مخصوصا با رویکرد جدیدی که از سال 2015 توسط موج دوم روانشناسی مثبت کاشتان و وانگ و امثال هم تحت عنوان پازیتیو اگزیستنس و سایکولوژی یا روانشناسی مثبت وجودی و موج دوم روانشناسی مثبت در دنیا داره کار میشه، به شدت تونستن در مداخلات کمک بکنن. که جالب اینجاست که این پیوند بین روانشناسی مثبت اگزیستنسیال و مربیگری به خلق مربیگری معنوی به اصطلاح رفته و داره در زمینه معنا این کار میکنه، و در نهایت مسیر مشترکی که بین مربیگری و روانشناسی مثبت هست در زمینه خدمات متنوعی است که میتوانند اینها به هم بدن. من در مورد الگوهای رشد، در مورد اینکه مدل‌های
رو و امثال هم در اسکار و اینها در مربیگری در مورد اینا بحث زیاد هست، اما خب همه دوستان به نظرم در این زمینه خدا رو شکر آگاه و توانا هستن و من هم به همین اندازه کفایت میکنم. عذرخواهم که صحبتم طول کشید. خیلی ممنونم، متشکرم از لطفتون. دوستان که دستهای زومیتون رو بالا بکنید و بتونین که اگر که تجربیاتی خودتون دارین صحبت بکنین رجبش، یا سوالهایی که به خانم خطیب‌زاده، خواهش میکنم خودتون رو آنمیوت بکنید بفهمید. سلام. سلام خانم، لطف بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. مرسی. خواهش میکنم. سلام، عرض ادب و درود ویژه دارم خدمت شما استاد محترم خانم دکتر زینی عزیز و همه اساتیدی که امشب در این جمع حضور دارم و همه کسانی که دارند بیننده و یا شنونده صحبت های امشب ما هستند. ضمن تشکر فراوان از جناب آقای دکتر رحیمی نژاد که ارادت خاص دارم خدمتشون، بسیار آموزنده بود، خیلی جامع و کامل در یه پکیج مطرح کردم بحث کوچینگ رو. منطقه یه سری نکاتی رو یادداشت کردم که در ادامه صحبت‌های ایشون در راستای صحبت‌های ایشون خدمتون ارائه بدم. قبل از اینکه لطف کنید ارائه بدین، خودتون رو معرفی بفرمایید در نظر حرفتون تخصصتون. ممنونم ازت. خواهش میکنم. من دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی دارم و دارای پروانه تخصصی کار از سازمان نظام هستم و در تهران مشغول به کار هستم. ممنونم. خواهش میکنم. البته در دوره های کوچینگم در کنار رشتم گذروندم و اون چیزی که میخواستم خدمتون ارائه بدم در رابطه با ابتدا معنی لغوی ترجمه کوچینگ هستش که من این روزها دیدم در کنار کلمه مربیگری کلمه راهبری هم ازش استفاده میشه، یعنی کسی که کنار کلاینتش هست و اونو راهبری میکنه در مسیر زندگیش. میتونیم کنار کلمه مربی که فکر میکنیم اگر کلمه خالص فارسی نیست، از کلمه راهبری استفاده کنیم و اینو در نظر بگیریم. کوچینگ یه فرایند فکریه، یک مشارکت مستمره بین مراجع و فردی که داره راهبری میکنه اون فرد. و ما چه موقعی در زندگیمون نیاز داریم به این که یه راهبر، یه کوچ داشته باشیم؟ چون میدونیم که کوچینگ زمینه های مختلفی داره. ما همونطوری که جناب آقای دکتر رحیمی نژاد گفتن، کوچینگ صنعتی داریم، سازمانی داریم، فردی، ورزشی، سلامت، کوچ سلامت. من همیشه با این مثال مبحث کوچینگ رو شروع میکنم. میگم اگر ما یه اهدافی داریم که این اهداف خیلی بلند هست و میخواییم به اون هدفمون برسیم، به فرض شما 10 تا پله رو در نظر بگیرید. من از کلاینت خودم میپرسم حالا این گول، این هدف که شما گذاشتید تو پله 10، الان کجا ایستادی؟ تو کدوم استیجی؟ تو کدوم پله قرار گرفتی برای رسیدن به اون هدفه؟ میگه من الان رو پله 1 یا 2 ام. هدف من مثلا حالا هر چی که هست، به فرض هدف تحصیلیه، چون کوچ تحصیلی هم داریم، در زمینه کوچ سلامت مثلا کاهش وزن، یا حالا در زمینه صنعت، نمیخوام حالا با مثال وقت رو بگذرونم، میگم خب برای رسیدن از استیج، از پله 1 به 10، من با مثل یک راهبر، یک کوچ در کنار تو هستم. وقتی شما میخواید به فراسو یا آرزوهای خودتون، خواسته های خودتون حرکت بکنید، وقتی میخوای خودت به تنهایی قدم بذاری، مثل این میمونی که سواری ماشین هستی و داری حرکت میکنی رو به جلو. اما وقتی میخوای قاره پیمایی کنی، دیگه با ماشین خودت نمیتونی به سمت اون هدف برسی. اگر هدف تو اینقدر بالاست، اگر براش داری تلاش میکنی، دیگه با ماشین شخصی خودت نمیتونی قاره پیمایی کنی. اینجا به یه خلبان احتیاج داری، اینجا به یه وسیله، به یه هواپیما احتیاج داری و اینجا کوچ نقش اون خلبان قاره پیمایی تو برای رسیدن به اهدافت داره. و همونطور که استاد محترم جناب آقای دکتر رحیمی نژاد گفتن، بله، از اصول کوچینگ این هستش که ما با سوال پیش میبریم جلسات کوچینگ رو. چه مدل سوال هایی؟ سوال هایی که چالشی باشه،
سوال هایی که زوم کنه رو پتانسیل ها و توانمندی های کلاینت. از همونها ابزارهای قدرتی ما میشه، رو همونها زوم میکنیم و رو به سمت آینده هست. نگاه یک کوچ رو به آینده است و تفاوتش با مشاور تو همینه. مشاور به گذشته کلاینت کار داره، ممکنه بخواد حتی با تکنیک های مختلف، طرحواره درمانی، روان تحلیلی، هر روشی که حالا در تکنیک های ابزاری و قدرتی خودشه و تکنیک درمانشه، به گذشته مراجع کار داره. ولی در فرایند کوچینگ ما با گذشته کار نداریم، میگیم همین حالا در حال حاضر در نقطه‌ای که ایستادی در آینده میخوای به کجا برسی. قضاوت نداره و مراجعش رو در واقع هدایت میکنه، راهبری میکنه. پس سوالهای سقراطی که استفاده میکنیم، سوالهای قدرتی و چالشی که روی پتانسیل هاش مثل لیزری که میندازیم. ببینیم ما در لیزر درمانی چیکار میکنیم؟ یه مختری که لیزر میندازیم، یه مختر خیلی انرژی میدیم و ما دقیقا روی پتانسیل ها و توانمندی های کلاینتمون متمرکز میشیم که به بهترین خودش در اون مسیر بتونه تبدیل بشه. یکی از نکاتی که تو ذهنم بود و اینجا یادداشت کردم که خدمتتون بگم و دیگه این که ما اصلا دید قضاوتی نداریم. و من همیشه در مبحث کوچینگ میگم که اول یاد بگیریم کوچینگ چی نیست، بعد بگیم چی هست. ما در کار کوچینگ تراپی نداریم، درمان نداریم. برای همینم خیلی وقتا میبینیم افرادی میان در یک مؤسسه های شرکت میکنن، دوره میبینن، دوره تخصصی نگذروندن، اما باید یک سری صلاحیت، صاحب صلاحیت باشن، یک سری صلاحیت های اخلاقی و به اضافه یک سری توانمندی های رو داشته باشن. من خیلی جاها میبینم مثلا در کوچینگ میگن یک سری اصول داره، 11 اصل داره و یک سری مسئولیت ها داره. ما اگر به عنوان کوچ میخوایم عمل کنیم، حداقل باید بدونیم 4 تا مسئولیت مهم داریم. یک مسئولیت در مقابل حرفه کوچینگ داریم، یعنی باید خودمون رو آپ تو دیت کنیم. حتی اینکه کوچینگ در سال 2021 یک کوچ باید چه توانمندی هایی داشته باشه اصولی رو داره و همینا لیست شده هستش. و اینکه یک سری مسئولیت ها در مقابل مراجع خودمون داریم که حالا میدونید که مسئولیتش از رازداری گرفته، قضاوت نکردن هستش. و یک مسئولیتی هم در مقابل جامعه داریم، چون وقتی من به عنوان یک لایف کوچ هستم، باید در مقابل جامعه خودم اون نقشی رو که پذیرفتم رو بتونم خودم خوب ایفا کنم و خودم یک رول مدل درستی باشم تو این زمینه. و یکی دیگه از مسئولیتاش هم که من یادداشت کرده بودم اینجا خدمتتون بگم، در مقابل خود، در مقابل خود کوچینگ، فکر می‌کنم یکی در مقابل جامعه بودش، در مقابل خود کوچینگ و خودم و حرفم. پس می‌بینید که یک کاریه که پرمسئولیت، باید صاحب صلاحیت باشیم. اگر دوره تخصصی نگذرونده نشده، ولی دوره‌های رو باید بگذرونیم و یه سری توانمندی‌های رو باید در خودمون ایجاد کرده باشیم. و هر صحبت آخرم هم اینجا هستش خدمت شما که خب کوچینگ مدل های مختلفی هم داره، همونطور که جناب آقای دکتر رحیم نژاد گفتم، مدل مثلا فوردی گرو که الان اصلا جاش نیستش که من بخوام به بحث اون بپردازم. و همیشه اینو در نظر بگیریم که یک کوچ مراجع خودش رو به عنوان یک فرد قدرتمند میبینه، کسی که به من مراجعه کرده و من قراره لایف کوچ بشم براش و اونو کوچینگ کنم، مراجع خودم رو به عنوان فرد قدرتمندی میبینم که پتانسیل هایی داره که ممکنه نتونم پتانسیل هاشو خوب ببینه، اما من مثل آدمی که توی دونه غار سیاه هست، اطراف خودش رو نمیتونه ببینه، اما من میام چیکار میکنم؟ میام یه چراغ رو میزنم، میندازم، نور میندازم به اون سیاهی های ذهنش و میگم نگاه کن، تو این زوایای این غار این چیزها هم وجود داره، این تمام مندی ها هم هست و ما میتونیم در کنار هم به اون
هدفی که در نظر گرفتی در نقطه ده از این استیجی که هستی در کنار هم برسی. حرف آخرم هم این هستش که کوچینگ حتما باید با اقدام همراه باشه، حتما باید نقش عملیاتی داشته باشه برای رسیدن به اهداف و برای اینکه مراجع بتونه به بهترین شکل خودش با اون پتانسیل هایی که داره بتونه در اون زمینه که میخواد کوچ راهنمایی و راهبری بگیره استفاده کنه. فکر میکنم که توی حرفام تونستم اشاره کنم حتی تفاوتش رو با مشاور که ما به هیچ عنوان نگاهی به گذشته هم نداریم در کوچینگ. متشکرم از صبوری و توجهتون. مرسی که فرصت دادید که صحبت کنم. مرسی خانم دکتر آناهید خطیب‌زاده. چون به مقدار زیادی راجع به این تفاوت‌ها دارین صحبت می‌کنین، اگر اجازه بدین دکتر رحیمی نژاد، من چون به عنوان یک روانشناس داشتم به خود روانشناسا یاد میدادم که چجوری کوچینگ انجام بدن و اینا رو برای اسوسییشن ها داشتم یاد میدادم و کتاب چاپ شده روی این، اگر اجازه بدین من فقط این چون خلاصه این کار رو انجام میده، شاید که این مبحث رو یعنی این قسمت تفاوت ها رو کاملش بکنیم، این شاید کمک بکنه و بعد فضا رو بدم دست اساتید دیگه. تفاوت به تفاوت که نگاه میکنین میبینیم که معمولا روان درمانی از جایگاهی میاد که از medical model یا illness model، یعنی میره جایگاه اون رو نگاه میکنه. ممکنه بعضی از تئوری ها هستن که اون رو از اون جایگاه نمیان، ولی فقط مسئله تئوری نیست. شما وقتی که دارین روان درمانی انجام میدین تو اکثر ممالک و دارین از بیمه های درمانی استفاده میکنین، میرین توی بخشی که باید از اون سیستم جلو بریم و از اون سیستم کاری که انجام میده اینه که میاد و دایگنوز میکنه و میگه که مثلا توی اسسمنت دایگنوز DSM این شکلی باید کار کرد، و در نتیجه وقتی که شما به عنوان یک روانشناس دارین کار میکنین توی این فیلد، قاعدتا از اون جایگاه دارین میاد. در حالی که لایف کوچینگ و اینو ما الان که داریم مقدار صحبت میکنیم، باز اینم تشخیص بدیم که ما راجع به لایف کوچینگ داریم صحبت میکنیم، مربیگری زندگی. یعنی مربی تنیس الزاما همین مسائل رو نداره، مربی که مربیگری داره انجام میده تو خیلی از کارهای دیگه اینو صحبت نمیکنیم، ولی چون در کنار صحبت ها راجع به این دوتا داریم صحبت میکنیم، گفتم تفاوت این دوتا رو خیلی از هم دکتر رحیمی نژاد هم دکتر خطیب زاده صحبت کردم، شاید اینو به حالت این راحت تر اینجوری توضیح بدیم و بریم به جایگاه بعدی. روان درمانی در حقیقت روی مسائل شاید تاریخچه یک انسان، اولین سشنی که یک نفر میان شروع میکنه تاریخچه شو شنیدن، تاریخچه حتی پدر و مادرش رو شنیدن، بیماری هایی که ممکنه تو فضای پدر و مادر بوده، اونها رو همه رو داریم نگاه میکنیم و نگاه میکنیم به این که درون اون شخص چجور، ناخودآگاهش و درونش و قسمت های مختلف اون رو چجوری در کنار هم بیاریم و گفتارهایی که خودش با خودش داره رو چجوری بیاره و روونتر بکنه. در حالی که لایف کوچینگ خیلی موقع ها نگاه میکنه به اهدافش، چه چیزهای خارج از اونه، مشکلاتی که خارجش هست چی هست و چه جوری بتونه که تکنیک هایی رو یاد اون بده یا کمک به اون بکنه که تکنیک ها رو یاد بگیره، از فضای وجودش بیاد و اونها رو جلو ببره. در حقیقت روان درمانی به گذشته، حال و آینده کار داره، لایف کوچینگ و مربیگری در حقیقت به امروز و فردا کار داره و خیلی موقع ها میره به طرف فردا و دوباره برمیگرده به طرف امروز. معمولا روان درمانی با احساسات و رفتار و مشکلات احساسی و رفتاری که خیلی موقع ها از گذشته داره میاد کار میکنه و شروع میکنه با اون شخص یاد دادن اینی که یک حضور پیدا کردن و بعد یاد دادن اینی که مسائل احساسی و رفتاری رو چه کار بکنه، در حالی که مربیگری آنچنان با احساسی که اون لحظه بیرون میاد ممکنه کار داشته باشه، ولی اون شخص رو جوری میبینه بیمار نمیبینه، جوری میبینه که این شخصیه که تمام پتانسیلاشو داره، آدم بسیار قویه و از اون جایگاه قدرت‌های اون رو پیدا میکنه و اون رو میبره جلو. البته پازیتیو سایکولوژی به عنوان روان درمانی هم خیلی این کارا رو ممکنه انجام بده و شاید هم این هستش که این دوتا دارن یک تلفیقی با هم دیگه بیشتر پیدا میکنن تا موارد دیگه. خیلی مواقع ما در فضای روان درمانی اون شخص رو تو جای امنش نگه میداریم. اکثر روانشناسا سعی میکنن اتفاقا امنیت به وجود بیارن و فضای امنیت رو به وجود بیارن، در که به عنوان یک کوچ خیلی موقع ها ما طرف رو از فضای امنش تازه داریم پرتاب میکنیم جایی که غیر امنه.
و بهشون اسایمنت یا مشقهایی در حقیقت میدیم که اونها رو از جایگاه امنشون ببرن بیرون. مثلا NLP یکی از کارهای همیشه انجام میده، یک سری اکسرسایز هایی داره انجام میده که طرف رو کاملا از فضای امنیتش ببره بیرون. اکثر رواندرمانی ها پروسس اورینتد هستند، بعد میرن به طرف ریزالت، ولی امیدشون اینه که پروسس رو که انجام میدن، پروسه های ذهنی رو که انجام میدن، خود نتیجه اتفاق بیفته. در حالی که لایف کوچینگ مستقیم میره جلوی اینه که چه نتیجه میخوای به وجود بیاری و قدم هایی که دقیقا تو میخوای بری به طرف نتیجه چجوری هست. اکثر باز تراپیوتیک روان درمانگری بیشتر میره به احساسات آدم ها کار داره و در حقیقت باز به اونا یاد میده که احساسات بعدی خودشون رو چجوری باهاش بالا و پایین برن. مثلا همین هم هست که خیلی موقع رو تشویش و اضطراب و ترس و افسردگی و غم و خشم و اینجور چیزا بیشتر داره کار میکنه، در حالی که لایف کوچینگ اونقدر کاری نداره، میشنوه احساساتو ولی بیشتر داره میگه اوکی این احساساتو فعلا بذار کنار، راه بهش میده که چجوری با احساساتش کار بکنه که فوری بلند بره به نتایجش برسه. باز روان درمانی اینسایت و اینی که چه چیزهایی از درون اون وجود داره که اینسایت براش به وجود میاره، اونها رو داره میاره بالا. ایراشنال بیلیف و باورهایی که کارایی نداره رو داره نگاه میکنه از کاگنیتیو بیهیویرال تراپی و سعی در این داره که ارتباط اتفاقایی که داره تو زندگیش میفته که جایگاهی نداره و درست نیست و سلامت نیست رو اونها رو کمتر و کمتر کنه، سمتما رو کمتر بکنه و برسونه طرف رو به یک زندگی و رابطه هایی که در حقیقت سالم تره. لایف کوچینگ با جوری که طرف داره سوال میکنه، همون سوال های سوغاتی که داشتن عزیزان میگفتن، آروم آروم در فضای هستش که اون شخص مسئولیت خودش رو پیدا بکنه که بره جلو و پیدا بکنه، بعد سیستم های درست بکنه مثل فیدبک تولز که از دیگران و یا کوچش بتونه این سیستم ها رو پیدا بکنه و جواب های سوال های خودش رو بده. و ریلیشنشیپ، شاید رابطه روان درمانگر و مراجعش یکی از مهمترین قسمت های روان درمانیه. یعنی اول این therapeutic alliance به وجود میاد تا همه اتفاقای دیگه بتونه تو امنیت به وجود بیاد، در حالی که لایف کوچینگ میتونه این باشه، بعضی مقام احتیاجی نیست، مستقیم میره سراغ اینه که چه نتایجی میخوای به وجود بیاری و من چطوری تو رو به تون طرف ببرم و چطوری تو رو اکاونتبل نگهت دارم، در حالی که خیلی موقع در فضای روان درمانی ما الزاماً کاری نداریم چون اون موجود در فضای خیلی ظریفی داره کار اونقدر ممکنه به اکاونتبلیتیش نداشته باشیم. قسمت دیگه‌ای که در حقیقت وجود داره برای روان درمانی اینه که اغلب ممالک یک سری سیستم ها و قوانین براش دارن. مثلا توی امریکا شما باید لایسنس داشته باشین و لایسنستون توی اون مملکت باید استفاده، یعنی توی اون استیت باید استفاده کنید، و اگر که از اون استیت به خصوص شما لایسنس نداشته باشین، حق این کار رو ندارین در خارج از استیت ها، در حالی که مربیگری میتونه هر جایی باشه دهه و مرز به خصوصی فعلا نداره و حتی ترینینگ به خصوصی هم نداره. مقداری از دانشگاه ها مثل کوچ یونیورسیتی چند جا دارن ترینینگ به وجود میارن، ولی یک اتفاقی که داره میفته با مربیگری، حتی مربیگری زندگی رو من دارم میگم، اینه که چیزی رو که دارم میبینم، چون من تو برنامه رادیوییم دائم دارم کتاب ها و نویسنده ها میان که راجع به این مسائل دارن صحبت میکنن، خیلی جالبه که هر کسی که یک تجربه به خصوصی برای خودش داشته و از اون تجربه لذت برده و اون تجربه رو احساس کرده که باز شده و دنیای خودش رو پیدا کرده، اسم کوچینگ رو خودش میذاره و اون سیستم رو میخواد یاد بده به بقیه. در اینجا اینی که هر کسی در هر شرایطی تا یه ذره تجربه ای رو داشته تونسته و برمیگرده میگه من دلم میخواد کوچینگ رو انجام بدم، و میگیم you just put up your shingle، یه دونه اسم میذاری اون بالا توی دفترت و میگی که من کوچم، و هیچ احتیاجی نیست، یعنی نه کسی بهت میگه بکن نکن، خبری نیست، مگر اینکه مثلا در امریکا یک نفر خوشش نیاد از شما بخواد بیاد داستان بذاره، که اونم معمولا کوچا رو نمیتونن چون چیزی که نوشته شده هیچ قوانینی نیست، مال پرکتیس اینشورنسی نیست، چیزی نیست که بخوان مثلا فردا بگن تو کار بدی کردی که مثلا به من ضرر زدی. و در نتیجه یک مقدار این مرزهای مسائل کوچینگ خیلی خیلی بازه برای اینکه آیا کجاست که فایده ای داره برای انسان ها یا نداره یا چه کار داره میکنه.
دلیلی که من به مقدار زیادی از اولش که من کوچینگ رو تو اون فضاها بودم بعد اومدم روان درمانگر شدم، ولی دلیلی که یه مقدار زیادی شروع کردم به روان درمانگران و تراپیستا کوچینگ رو یاد دادن به خاطر این مرزها بود در حقیقت، چون فضای الکترونیک این اجازه رو میداد به آدم ها که فقط تو استیت خودشون نخوان این کار رو انجام بدن و میتونستن مرزها رو باز کنن به تمام دنیا، و اونجا بودش که باید تفاوتها رو دقیقا میدونستن، چون اگر نمیدونستن و کار خلافی میکردن لایسنس روان درمانگرشون در خطر بود، و به خاطر همین خیلی مهم بودش که این تفاوتهای بین روان درمانگری و کوچینگ رو اشخاص بدونن، کسانی که روانشناس میخواستن بمونن و لایسنسشون رو نگه دارن. مرسی از توجهتون. جناب دکتر محقق، دکتر تقوی شما دستتون بالا بود بعد که تصمیمتون عوض شد، درسته؟ آکی. دکتر محقق بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان و به خصوص جناب دکتر رحیم نژاد، دوست خیلی ارزنده و گرامی من. بسیار استفاده کردم جناب دکتر. فقط چند تا نکته کنار مطالب خوب شما میگذارم. یکی این که به اندازه کافی روانشناسی مثبت، یعنی پازیتیو سایکولوژی، همونطوری که مستحضر هستید، با این موضوع روبرو هست که یه مقداری ابهام‌آمیز مطالبش رو مطرح کرده، یعنی حیطه خیلی روشن و دقیقی نداشته. البته میدونم که در موج دوم و سوم به سمت کلاریفیکیشن داره پیش میره، ولی هنوز به هر حال فاصله داریم. یک حیطه دانشی نسبتا نوپاییست. اما از اونجایی که شما اون رو متصل کردید به کوچینگ، در واقع من فکر کردم که شاید این اتصال از اینجایی میاد که اینها میخوان همدیگر رو حمایت کنن تا به قابلیت‌های خودشون و به هویت خودشون اضافه کنن. یعنی مثل این که مثلا فرض کنید که بنده میگم که خب آقای دکتر دوست من هستن، این یه جور انگار اتصال پیدا میکنه به طور ناخودآگاه به این که خودم رو هم میخوام اثبات بکنم. یک همچین وضعیتی انگار اونجا داره پیش میاد. دلیلش هم اینه که کوچینگ در جامعه هم ایرانی ما و هم غیر ایرانی ما اونقدری که آدم میبینه واقعا حیطه خیلی روشنی نداره. داره سعی میکنه بگه من چه چیزی هستم و چه چیزی نیستم، اما هنوز با اون موضوع فاصله عمیق و درازی داریم. به نظر میرسه شاید برای تقریب به ذهن بد نیست اینطوری بگیم که کوچینگ انگار برآمده از یک وضعیت اینتردیسیپلینری است. شاید اینطوری ذهنمون رو بهتر بتونیم با موضوع کوچینگ آشنا کنیم، چون اگر این کار رو نکنیم این گرفتاری پیش میاد که هر کسی هر نکته‌ای یا هر وضعیتی رو میخواد بیان کنه با هر قابلیتی، با هر بک‌گراندی، با هر دانشی، میتونه به خودش بگه من دارم کار کوچینگ میکنم. همچنان که علل اصول این اتفاق هم در جامعه میفته، یعنی فارغ از بحث علمی اون قضیه، در عمل ما میبینیم که هر کسی که یه مقداری قابلیت‌های ویژه داره، مثل قابلیت سخنوری یا ابراز وجود یا اعتماد به نفس، اون میتونه به خودش با عنوان کوچ دادن خودش رو در اون فضا مطرح بکنه. اما به نظر میسه اگر ما این رو موضوعی اینتردیسیپلینری بدونیم، اون موقع خودمون رو ناگزیر میبینیم از اینکه اولا انواع کوچ ها تعریف کنیم، نه انواع سطح کوچ مثل فردی یا سازمانی امثال هم، بلکه برای خود کوچ جغرافیایی در نظر گرفته بشه که برآمده از اون منطقه اینتردیسیپلینری است. یعنی باید مشخصا معلوم بکنه که در کدوم فضای دانشی صحبت میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر کسی میگه که من نوروسایکولوژیست هستم، داره به خودش، یعنی به دیگران و به خودش این رو تبیین میکنه که من در فضای علوم اعصاب و علوم روانشناختی دارم صحبت میکنم. اگر کسی میگه من نوروسایکاتریست هستم همینطور، یا نورو اندوکراینولوژی هم همینطور، یا امثال هم که علوم در واقع اینتردیسیپلینری هستن. و
به واسطه همین موضوع من فکر میکنم یکی از انتقاداتی که بر کوچینگ در حال حاضر وارده مسئله اینه که بیگ مپ مشخصی نداره. این نکته اول. نکته دوم این که به نظر میرسه که روش‌های کوچ کردن هم در جامعه نیازمند اصلاحه. به عنوان مثال عرض میکنم اگر در تاریخچه کشور ما دقت بکنیم با اون تبیین و تعریف و زیبایی که شما فرمودید که با موضوع پرسشگری منطقی یا آگاهانه روبرو خواهیم شد با مسئله کوچینگ، در اون صورت میبینیم که یکی از کوچهای خیلی بزرگ در کشور ما خیامه. شما میبینید که خیام یک فردی است که تمام اولا راجع به زندگی حرف میزنه، راجع به همون معنویتی که شما در نهایت میخواید نزدیک بشید، و بعد تقریبا تمام ابیات و شعرهاش پرسش هستن. یعنی در بیت اول یک هایکو مانند مطلبی رو معرفی میکنه، بلافاصله با یک پرسشی که شما رو دچار حیرت میکنه. این حیرت همون نقطه چنج و چلنجه، این همون نقطه است. خب ولی خب ما افرادی مثل خیام رو زیاد داریم تو کشور خودمون، یعنی توی تاریخچه کوچه خودمون. اینها اکثرا آدمایی هستن که مشخصا با فرد خاص یا سازمان خاصی اتفاقا حرف نمیزنن، چون ادعای لایف کوچینگ دارن، بلکه اصولا یک مسئله رو مطرح میکنن، پرت میکنن تو فرهنگ جامعه و همه رو تشویق به این اندیشیدن میکنن. اما الان امروز کوچشون به اقتصاد اتصال پیدا کرده، یعنی منبع درآمد شده، بنابراین کسانی که صرفاً قابلیت‌های خاص کاراکتری دارن، همونجوری که عرض کردم، یا اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن، قدرت کلام خیلی نافذ و گیرایی دارن، اینها معمولاً به سمت کوچ حرکت میکنن و از مسائل مختلفی، از علوم مختلفی استفاده میکنن که از قضا در خیلی از اونها تبحری که ندارن هیچ، اتفاقا خطاهای شناختی خیلی زیادی هم تولید میکنن. و نکته بعدی این که عرض کنم که همونطوری که عرض کردم کوچینگ احتیاج داره که بره به سمت اول چارچوب بندی و مشخص کردنه حوزه کار خودش و باز تعریف خودش قبل از اینکه به سطح جامعه کشیده بشه و خسارت‌های بار بیاد. قبل از اون احتیاج داره که اول خودش رو تبیین کنه، خودش رو معرفی کنه، ساختارها و کارکردهای مشخصش رو بیان کنه. هر چقدرم که الان من از دوستان شنیدم، خب حتما میدونید دیگه، به هر حال واقعا اون تفکیک ذهنی که ما راجع به چی داریم حرف میزنیم کار سختیه. یعنی باید زور بزنیم تا با مشاوره، حالا اگر نگیم که مثلا فرض کنید، اگر بگیم که کار درمان، حالا چه درمان جسمانی باشه چه درمان روان درمانی، از مثلا یک مدل پزشکی میاد یا مدل طبی میاد و میخوایم بگیم کوچینگ اینطوری نیست، ولی در نهایت واقعیتش اینه که اون کسانی که کوچ میکنن به سمت کار درمانی میلغزن. این نکته اول. نکته دوم این که اصولاً کار به اصطلاح کوچینگ گاهی با بعضی رشته ها تلاقی میشه، مثلا مثل مددکاری اجتماعی. در مددکاری اجتماعی هم اگر نوع ادوکیسی رو شما نگاه کنید بسیار شبیه کوچینگ میشه، شبیه میشه، نمیخوام بگم کوچه ها، میخوام بگم که این نیازمند اینه که ما اون چارچوب ها رو به دقت تمام معرفی بکنیم. اگر این کار رو بکنیم شاید کوچینگ جای خودش رو پیدا کنیم. ممنون. خیلی ممنونم از گفتارتون دکتر محقق. ولی من فکر میکنم مشکل اینه که داره به طرف درمان میره، و اگر که کسی که تخصص درمان نداره اون رو داره میبره به طرف درمان، اونجاست که خطرناک میشه. یعنی من کسانی بودن که کوچ یونیورسیتی رو گرفتن، اومده بودن پیش من ترینینگ ببینن، و برای کوچینگ، نه تازه برای درمان،
به گرفتاری همین میشد، به خاطر اینی که همونطور که شما فرمودین مرزهای خودش رو نمیشناسه یک نفر اگر روان درمانگر نیست، سوالهای اینکوایرینگی که جلوی طرف میزاش به جایی میرسوند اون طرف رو که یک دفعه دسترسی پیدا میکرد به ترامای خودش و اتفاقایی توی دفترش میافتاد که بعد اونجا هم خود کوچ وحشت میکرد، هم مراجعی که بهش وحشت کرده بود مراجعه کرده. در نتیجه ما وقتی که این رو مشخص میکنیم که یک کوچ از کجاست که باید یک مرزهای خودش رو مشخص بکنه، و همونطوری که شما فرمودید وقتی که این مرزها مشخص شد، وقتی که داره ادورتایز میکنه یا اون شخص رو بهش میگه که من چیکار میتونم برای تو، مثلا اگر من کوچ تنیس هستم و گلف بلد نیستم، بعد به طرف بگم من گلف بلد نیستم، در نتیجه یکی از گرفتاری ها اتفاقا اونجایی که اشخاص میرن طرف درمان و تخصص درمان رو ندارن، و این اون قسمتیه که برای من حداقل مهمه که اگر کسی خودش رو کوچ میدونه، ببینید روانشناسانی که بلدن ولی به خاطر مرزهای به خصوصی انتخابشون اینه که کوچینگ بکنن بلدن، حالا اگر طرف توی فضای بیفته اونجا و به اینجا برسه، حالا میتونه یه دقیقه کلاهشو برداره، این یکی کلاهو بذاره، از دانشی که داره، تجربه‌ای که داره بیاد و جواب بده، ولی کسانی که این هارها رو بلد نیستن و بعد سوالهایی رو که میکنن که توی اون فضا طرف رو دارن میبرن به طرف، حالا گاید میکنن، راهبری میکنن، تمام جملات زیبایی که عزیزان گفتن، حالا اونجا وقتی که یک شخصی میفته توی فضایی دیگه نمیتونن جمعش بکنن، و بعضی موقع ها اونجاست که تجربه ای که حتی برای یک مراجع به وجود میاد تجربه سنگینیه و اون رو پس میزنه از کل ماجرا، و این یکی از شاید ضررهایی که حداقل توی ذهنیت من توی این مسئله به وجود میاد. من دارم میخواد از دکتر رحیمی نژادم بشنوم، من دستتون رو بالا نمیرم دکتر، هر وقت مایل هستید این دست کوچولو رو بالا ببرید جناب، ولی قبل از این دست شما لطف بفرمایید خودتون معرفی کنین، چون اسمتون دوباره اینجا نیست، منم از 59 دارم میرم به 60، اسما یادم نمیمونه از هفته دیگه به هفته بعدش، در یاری بکنید به مموری من. عرض سلام دارم خانم دکتر، عرض شود که خب حرجی نیست، من که هنوز به 40 هم نرسیدم، سه هفته از قرار اسمامو بذارم یادم میره. عرضم به حضورتون که من حمیدرضا موسوی هستم، روانشناس بالینی. یه چند تا سوال داشتم به صورت حالا پینگ پونگی بین خانم دکتر خطیب‌زاده، آقای دکتر مقدم، اگه اشتباه نکنم محقق عذرخواهی میکنم، یه چیزاییش جواب داده شده، بخشش هم شما جواب دادین، و البته من میتونم سوالمو به یه شکل دیگه باز مطرح بکنم از آقای دکتر رحیم نژاد، اونم اینه که من حالا برداشتم اینه که داستان لایف کوچ خیلی شبیه به چیزی هستش که در واقع ادلر برای ما گفته که ما حالا فکر میکنم باز من ببخشید یک نفر دیگه میوت آن میوت حالا شما لطفا خودتون آن میوت، مرسی. خیلی الان درست عرض شد که احساس میکنم داریم باز بر میگردیم توی در واقع مثل سینما، یعنی شما نگاه بکنید که توی سینما فیلم هایی که حالا ما توی تاریخ سینما داریم، فیلم های کلاسیک سینما، یه فرمتی رو داشتن که ما احساس میکنم دوباره داره مثلا فیلم سازی به اون سمت میره، انگار که تو روان درمانی مشاوران ما داریم همین اتفاق برامون میفته، چیزی که مثلا یه زمانی ادلر در تقابل با در واقع فروید مطرح کرد در مورد روان درمانگری و تغییراتی که حالا پیشنهاد خودش بود برای این داستان داد، دوباره ما انگار داریم برمیگردیم، و چیزی که من دارم میبینم لایف کوچ انگار همون چیزی هستش که اون زمان ادلر هم پیشنهاد داد که حالا کشیش های معلم ها میتونن اگر یه مبحثی در واقع روش تسلط داشته بشن به صورت در واقع فرادی با مردم کار بکنن، و لزومی نداره الزاما حالا مثلا درمانگر باشن یا دانشگاه رفته باشن یا روانشناس باشن یا روانپزشک باشن. این نکته که من فکر میکنم داره این اتفاق میفته، و سوال من مشخصا آقای دکتر امینی اینه که آیا شما مرز مشخصی بین، چون آقای دکتر محقق هم به خوبی اشاره کردن، بین سوشال ورکر یعنی مددکار اجتماعی، چون خیلی منم همین شباهت رو دیدم با تفاوتی که باز احساس میکنم مثل دیزالو میمونه تو
صحنه ها و سکانس ها که یه جایی میرسه که شما اصلا نمیفهمید که 50% از یک صحنه رو دارید میبینید که با یک صحنه دیگه مخلوط شده و مشخص نیست کدومشه. شما خانم دکتر به زیبایی اشاره کردید، آقای دکتر تقوی به خوبی میتونه این کار انجام بده به خاطر اینکه هم روانپرستار بوده، هم از حضور شما روانشناس بالینی بوده و همین الان هم میدونم که چند ساله داره کار لایف کوچ انجام میده و اگر قرار باشه مثلا در یک بحثی وارد چه میدونم فرض کنید گفتگوی سقراطی داره میکنه با مراجعی میرسه به این نقطه تروماتیک مثلا آقای دکتر معرف فرمودن، اونجا اگر قراره که منیپولیشنی هم انجام بشه یا نشه دیگه در قامت یک لایف کوچ نیست، حتما میدونه که مرزها کجاست، چقدر میتونه خطرناک باشه اگه این منیپولیشن نابجا باشه و اصولش درست انجام نده و آسیب زننده باشه، کجا اصلا باید برگرده یا کجا باید اتفاقا ادامه بده. شاید این برمیگرده به همون مبحثی که هنوز این ماجرای لایف کوچ یک در واقع تریتوری مشخصی براش نذاشتن یا یک نمیدونم چه اسمی براش بذاریم، یک ارگانیزیشنی باید بیاد مثلا اینو به عهده بگیره به قول معروف و آموزش مشخصی براش وجود داشته باشه، چون واقعا ما نمیفهمیم بین این سه تا یعنی روان درمانگر، لایف کوچ و سوشال ورکر دقیقا چه مرزی وجود داره و این شاید همون قسمت داستان باشه که من دوست دارم آقای دکتر همینجا با توجه به اینکه این موضوع رو در واقع دارن توضیح میدن و توی این حوزه کار کردن به ما بگن که چی فکر میکنن در این مورد. دکتر بفرمایید لطفا اگر بفرمایید. بله بله، ممنونم از دوستان عزیز. آیت محقق نازنین من سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالم که میبینمتون بعد از مدت ها و با افتخار من هست، یاد گرفتم از نکات خوبی که اشاره کردین و دوست عزیزم که الان داشتن صحبت میکردن. ببینید من هم با شما دوستان موافقم که شاید هنوز کوچینگ به اون یا مربیگری به اون مچوریتی که ما در یک رشته علمی بهش نیاز داریم هنوز نرسیده. دلیل هم داره واقعیتش. یکی از دلایلش اینه که فکر میکنم این روزها، حالا من چون هیچ وقت ادعای کوچ بودن نداشتم که بگم من الان از دارم از قامت یک کسی که از مکتب مربیگری داره دفاع میکنه دارم حرف میزنم، من در قامت یه ریسرچر بودم و پژوهشگری که این حوزه رو دنبال میکنه. اون چیزی که الان در فضای مربیگری من دارم میبینم اینه که مربیگری کم کم داره به سمت این حرکت میکنه که خب برای خودش یه سری متدولوژی های علمی رو پیدا کنه. این که آقای دکتر محقق هم فرمودن در رابطه با بین رشته ای بودن و میان رشته ای بودن، این هم درسته. بله، مثلا یکی از حوزه هایی که کوچینگ الان یا مربیگری در دنیا داره الان روش کار میکنه یک حوزه ایست به نام ترانسپرسونال کوچینگ یا مربیگری فرافردی، که اینها ترانسپرسونال ها اصلا توی موج چهارمن و خب اصلا یک نگاه به اصطلاح به جهان هستی دارن که روی تجربه به اصطلاح جنبه های بالاتر بشری کار میکنن و اینها، و خب این فضا هم فضایی است که اینها دارن روش کار میکنن و پیش میبرن و بیشتر هم حوزهشون به نظرم تو این بحث میان رشته ای انگار رشته های مختلف دارن کم کم با هم به این توافق میرسن که هر کدوم از هم چه استفاده ای بکنن، کما اینکه روانشناسی مثبت نگر داره به این فکر میکنه که از کوچینگ چه استفاده ای بکنه، از مربیگری چه استفاده ای بکنه، شاید در آینده همونطور که مددکاری داره از مربیگری استفاده میکنه، همونطور که شاید روان درمانی استفاده میکنه و رشته های دیگر. پس این یک نکته مهمی هم هست این مسئله که به نظر من هنوز مربیگری به اون سطحی از دانش علمی در رابطه با فضای متدولوژی و روش کاری خودش نرسیده، برای همینم طبیعتاً این وسط داره کم کم از همه جا استفاده میکنه و این از همه جا استفاده کردن باعث شده که نتونه هویت مستقلی برای روش های خودش داشته باشه. مدل های مثلا توسعه‌ای در کوچینگ چند تا بیشتر نیست، مثلا گروه، مثلا نمیدونم اسکار، مثلا هر کدوم از اینا، اما اونها واقعیتش متدولوژی ندارن. نکته بعدی در مورد این تمایز هاست. ببینید اون چیزی که در مربیگری به شدت روش تاکید میشود و روش خیلی هم وقت گذاشته میشه اینه که توسعه فرد، این توسعه فرد به معنای اینه که ما فرد رو از آنچه که امروز هست به سمت آنچه که میتواند باشد هدایت میکنیم
بنابراین انگار از یک خود حقیقی، از یک خود واقعی که به معنای به اصطلاح آنچه که امروز هستیم، ما رو به سمت آنچه که میتوانیم باشیم میبریم. کما اینکه همین وسط هم بسیاری از دوستانی که مربی هستن آدم ها رو به سمت آنچه که دوست دارن باشن میبرن، به سمت خود ایدئالشون میبرن. اما من معتقدم که شاید این چیزی که حداقل در مورد مربیگری ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم اینه که تفاوتش با روان درمانی و مددکاری تو همین پوینت جدی خودشه که ما توی مددکاری کمک میکنیم به فرد تا فرد از آسیب رهایی پیدا بکنه، هرچند که الان مثلا ما مددکاری اگزیستنسیال داریم، مثلا تو رویکرده مددکاری مثلا رویکردهای متنوعی هست، اما در مبنای اون به فرد کمک میکنیم که فرد از آسیب جدا بشه، یا اگر درگیر آسیب هست به اون کمک میکنیم که به یک بهزیستی برسه و به یک فضایی برسه که حداقل اون فضا براش فضای امنی باشه. اما در مربیگری به شدت روی این تاکید میشه که موضوع سلامت و نرمال بودن فرد هم هست، یعنی فرد اگر دچار اختلاله ورودی مربی به این هیته نمیتونه بهش کمک بکنه، یعنی مربی صلاحیت این رو نداره که وارد بشه، قطعا باید روان درمانی بگیره، قطعا تراپی بگیره و بعد وارد بشه. اگه فرد دچار آسیبه، درسته که ما میتوانیم با فضای انگیزشی بهش کمک بکنیم. امروزه هم در دنیا یک رشته جدیدن آمده به نام روانشناسی انگیزشی حتی، اما اون چیزی که به نظرم این وسط خیلی تعیین کننده است اینه که ما نمیتونیم فردی که هنوز به یک فضای ثبات در جهان خودش نرسیده، نمیتونیم به این سمت ببریمش که خب تو که آسیب داری بیا برو سراغ کوچینگ. نه، به نظر من شاید حتی اون کسانی که مربی زندگی هم هستن، مربیان زندگی هم، هیته کاملا مشخصی باید برای خودشون توی هیته داشته باشن. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم شاید اینه که کنفدراسیون مربیگری در دنیا فعلا تمرکزش روی توسعه مربیگریه، تمرکزش روی آنالیز و روی اینکه این خود انتقادیه نیست. هگل حرف خیلی قشنگی میزنه در مورد نقد، میگه نقد سه تا سطح باید داشته باشه تا قابلیت پیدا بکنه: یک، چه چیز باید حذف بشه؟ دو، چه چیز باید حفظ بشه؟ سه، چه چیز باید ارتقا پیدا بکنه؟ برابر این وقتی شما وارد این فضا میشین میگین انگار ما هنوز در فضای مربیگری به این سطح خود انتقادی نرسیدیم و همه رشته های علمی زمانی تونستن رشد بکنن که شجاعت خود انتقادی پیدا کردن. و الا مثلا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله توی جهان مربیگری، خب مثلا یونگ یکی از کسانی که خیلی ازش مثلا در جهان روانشناسی میگن، مثلا یونگ یکی از کسانی است که به مباحث مربیگری یه چیزهای اشاره کرده. یه شخص دیگری هست به نام آسیو گیولی که ایشون یکی از کسانی است که در زمینه مثلا معنا و بحث‌های فرافردی، که ایشون هم به اصطلاح یک روانشناسه، اما اون چیزی که حداقل وجود داره اینه که توی دیدگاه مربیگری به نظر من کاملا مبنا توسعه است، مبنا حرکت از امروز به آینده است. در مددکاری، در روانشناسی، حرکت این هست که چطور از گذشته به امروز برسید، و شاید اینجا این تفاوت ها وجود داره. حالا اینکه شباهت گفتمانی وجود داشته باشد طبیعی است، اینی که شباهت وجود داشته باشه در رابطه با روش ها طبیعی است، چون محدودیت هاشون هم سرجای خودشون هست. یه دوست عزیز و دوست داشتنی من آیت مقدسی هم میگن، استاد بزرگ تاب‌آوری در ایران، که ایشون خب من به عنوان کسی که در حیطه تاب‌آوری هم کار میکنن و خیلی هم به حال زحمت میکشه در این زمینه، میدونن حوزه تاب‌آوری مثلا وقتی مربیگری بخواد وارد تاب‌آوری بشه، قطع به یقین روی اون توانمندی هایی که فرد داره هم وقت میذاره. حالا اگر یک زمانی میبینیم که فرد دچار آسیب های بسیار زیادی است، اون موقع به نظر من این نمیتونه کمک کننده باشه، یعنی مربیگری نمیتونه کمک کننده باشه. باز هم تاکید میکنم که مربیگری هنوز از نظر من در قامت یک پژوهشگری که در این زمینه کاری انجام داده و کتابی هم ترجمه کرده و با این دوستانم در ارتباطه، به نظر من هنوز به اون پختگی علمی در نوع خودش نرسیده، اما به دلیل کاربردی بودنش و حتی به دلیل اینکه به اصطلاح افراد راحت میتونن واردش بشن مشهور شده
اما شاید در آینده نیاز به یک پوست‌اندازی عمیق داشته باشه. حالا کی؟ مثل روانشناسی مثبت میتونه 10 سال بعدش اتفاق بیفته، میتونم شاید 50 سال اتفاق بیفته. خیلی ممنونم دکتر. جناب دکتر تقوی، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. از چهره های ماندگار من در این جلسه میبینم دکتر مقدسی هست، احمد رضای قدسی عزیزم هست، از قبلا از جوانان روانشناسی مثبت ایران، الان از پیران این خانقاه است، و پیمان رحیمی نژاد عزیز که مثل همیشه هستیم، و امید علایی از کانادا که امیدوارم بیاد بحث یه ذره غیر لایف کوچ هم بگه، خانم دکتر خدیب زادم که یکی از محدود و معدود کسانی هستن که با IFC ایرانیان فارسی کوچینگ، ایرانیان فدریشن اف کوچینگ، هم مال ایرانیاست که با ICF تاییدش کرده، همه هستن. برای من کمتر میگم، یک داستانی که هست و دوست دارم که دوستان عنایت کنن، بذل توجه کنن، ما یه کوچینگ داریم، یه ساینس اف کوچینگ داریم، یه کوچینگ سایکولوژی داریم. اصلا تازه شما دارین دعوای بین فرق بین مشاور و روانشناس و کوچ رو میگین. داخل روانشناسی یه بحث دیگه هست بین سه گروه، سایکوپاتولوژیست ها، پازیتیو سایکولوژیست ها و کوچینگ سایکولوژیست ها. اینستیتیوت آف مکلین، اینستیتیوت آف کوچینگ، افیلیت هاروارد مدیکال اسکوله. یه چیزی رو گذاشتم رو میز که دوستان نمیتونن سوال کنن، اگه میخوان سوال کنن دیگه برن رنکینگ های دانشگاه رو نگاه کنن. اینستیتیوت آف کوچینگ افیلیت هاروارد مدیکال اسکول، هم از هاروارد هم نه، قسمت مدیکالش، جایی که اصلا با خودشون وقتی میخوان حرف بزنن کلی تبصره دارن، شما نمیتونی با گروه پزشکی به این راحتی. اینجا روی ساینس آف کوچینگ کار میکنن. توصیه میکنم حتما این مؤسسه رو نگاه کنه، Institute of Coaching، که روی کوچینگ سایکولوژی اصلا کار میکنه، اصلا یه بحث دیگه ایه و شاید جذابترین و علمیترین قسمت کوچینگ که داره میتازونه و خوبم داره جلو میاد. اینجا دانشگاه گرند کانیون توش هست، خیلی قویه، فوق لیسانس لایف کوچینگ داره دانشگاه گرند کانیون، یه فوق لیسانس لیدرشپ اند لایف کوچینگ فوق لیسانس داره. دانشگاه سیدنی هست در استرالیا، فکر میکنم، حالا پیمان عزیزم بیشتر میدونه اینا رو، فکر میکنم که سیتی کالج لندن هست. اینا شروع ساینس آف کوچینگ هست و به همین دلیل من برآوردم زیر 2 ساله که حتی چیزی فراتر از اینترنشنال کوچینگ فدریشن، چیزی فراتر از ICF، حداقل در جایی مثل امریکا که به راحتی میتونن شما رو دادگاه ببرن، من برآوردم این که زیر 2 سال آینده حداقل در کالیفرنیا این قضیه به شدت اویدنس بیس خواهد شد، یعنی شما باید سرتیفای بشی، باید داشته باشی، خیلی از کارهای دیگه. برای من اشاراتی که دارم میکنم، خانه از پای بس ویران است. اصلا داستان کوچینگ، من کاری ندارم که دوست محقق درست میگه، هر کسی یا خانم دوست درست میگه، میگن هر کسی یه تیکه کارو میره میگه من کوچم. خب ما هم اقسام کوچ داریم، ما مدیتیشن کوچ داریم، ما نونم اسپورت کوچ داریم. اینی که کوچ یه داستانه، اینی که چه زمینه یه داستان، اینی که جالب اینجاست که الان خانم دکتر خطیب زاده خب هزینه کرده، به پوند در ایران هزینه کرده و رفته دوره کوچینگ گذرونده و من دیدم سیلابسا رو. شما تو دوره کوچینگ کانسپت مفهوم نمیگیرین، تکنیک میگیرین، مثلا رپورت یاد میگیرین. خب مثلا من که بعد بشینم پای منبر خانم دکتر زینی و دکتر محقق سینه بزنم رو رپورت، اصلا چیزی ما برامون جدید نداره. یعنی این دو تا بزرگوار اینجا هستن، همون یه زمان که بلد نیستن، دکتر محقق خانم دکتر یاد میگیرم که اینترپرسونال کامیکیشن محتوا نمیده به شما، نمیگه شما چه روی کردی، روی کرد مثل اینکه عقب داری. اگه اگزیستانسیالیستی، چون 5-6 تا ما روی کرد روی کوچینگ داریم، بنابراین یه قسمت داستان اینه که آدم ها میان پیش ما و میگن من چمه، من خوب نیستم ولی نمیدونم چه. این میشه از نظر من تراپی با دایگنوستیس، ارزیابی تشخیص درمان، DSM عزیز و ICD و داستان. یه قسمت میان میگن خانم دکتر من میدونم چمه، چی کار بکنم. این میشه کانسلینگ، که حتی وقتی که میخوایم خیلی جزئی در دانشگاه اینو بررسی کنیم، یکی از سوالات اینه که فرق بین
فامیلی تراپی و فامیلی کانسلینگ چیه. در فامیلی کانسلینگ مشکل مال خانواده است، شما مشاوره میدی مسائل خانواده حل شه. اصلا فامیلی تراپی داستانش این نیست. فامیلی تراپی یه نفر مشکل داره، یه دایگ مثلا وسواس داره، فامیلی ابزار شماست واسه درمان. اونجا فامیلی هدف درمان نیست، هدف هدف درمان یه آدم است. حالت سوم اینه که آدم ها میان پیش ما یا ما میریم سراغشون. یکی از جذابیت های کوچینگ اینه که خیلی موقع کوچ میره سراغ کلاینت، یعنی همین جوری که داره رد میشه آدم ها رو داره مانیتور میکنه. چیزی سال اول که سایکوپاتولوژی یاد میگرفتیم، هر کی رو تو خیابون میدیدیم دوچار سایکولوژیکال استیودنت سیندروم میشه همین دم به دقیقه. یعنی من که لذتام این بود که آدما رو تخریب بکنم، تا افتاد به گیر خودم افتاد، وقتی تخریب شدم نمیدونم که چه لذت همچین سادومازوخیستی که. ولی خب DSM داری تمرین میکنی، همچون رد میشی داریم لیبل میزنی. کوچ میره سراغ آدم ها. چرا؟ برای اینکه خیلی مواقع آنچه رو که دیگران نمیبینن کوچ میبینن. دکتر مقدسی الان من خواهش میکنم که وقت بذارم و دوتا کتابی رو که مختص کوچینگ ترجمه کردن، یکی از کتاباشون بهترین کتابای کوچینگ، من به همه توصیه میکنم این کتابو چه انگلیسی چه فارسی بخونن. واقعا به قول خودم شعور افساس، اصلا شعور آدم میبره بالا به نام پرسش های کوچینگ که آقای دکتر میان دقیق تر میگن. چیزی که میخوام اضافه کنم و احیانا اگه دوستان میدونن دقیق تر، به خصوص پیمان عزیز به من بگه، ما یه فیلد چهارم داریم چون منتال هلث پروفشنالز همه میدونه من دارم درس پرس میدنم، این رشته ها رو شامل میشه: یک روانپزشک سایکیاتریست، دو سایکیاتریک نرس روانپرستار، سه سوشال ورکر و چهار سایکولوژیست. این چهار تا به طور حرفه‌ای کتاب ها میگن منتال هلث تیم هستن توی بیمارستان. حالا ما یه کلمه دیگه ای داریم اینجا که نمیخوام بحث رو منحرف کنم ولی چون خیلی چسبیده دلم میخواد از خانم دکتر و بقیه دوستان و پیمان عزیز و بقیه یه بارش افکار بکنم. ما یه کلمه منتور هم اینجا داریم، به قول بچه‌ها ایران میگن اینو دیگه کجای دلم بذارم. منتورم لطفا در بین بحثا باز کنیم. به علاوه این که من امیدوارم که در زمان باقی مونده حتما از امان بشنوم. امان از اون کساییه که کوچینگ داره انجام میده و ویلنس کوچینگ انجام میده، همون کسایی که شما یقشون رو میگیری میگین که مگه شما هم کوچین؟ و امان میگه من اون موقعی که شما داشتی فکر میکردی که فرویدو با ف می نویسن یا با پی اچ می نویسن یا با اف، من داشتم ویلنس کوچینگ. اتفاقا اون موومنتی که گاهی اوقات روانشناسا و بقیه میرن سراغشون برای اینکه بگن شما کجای داستانین، و امید علایی عزیز که از بافت مهندسی میاد و یک لیدرشپ کوچ مانی میکر تو کانادا، پول خوب داره در میاره، اگه این دو سه نفر به ما اطلاعات بدن که من ممنونش میشم. مرسی خانم دکتر. خیلی ممنونم. فقط اینو در سوال شما نمیدونم ایران چطوره، ولی در امریکا تفاوت‌های بین سایکیاتریست، سایکولوژیست، سوشال ورکر، مریج اند فامیلی تراپی لایسنس، لایسنس پروفشنال کانسلر و کوچینگ، اینا هر کدومشون مشخصاً وقتی که شما میرین یک جایی که دارن فوکس میکنن و دارن نگاه میکنن و جوری که دارن درس میخوان، یه قسمت‌های شبیه همه قسمت‌های دیگه‌اش متفاوته و فوکس شده روی چیزهای دیگه. و کوچینگ که جزء این گروه نیست، کوچینگ هنوز سرتیفیکیشنی براش، یه سرتیفیکیشن اومده ولی لایسنسینگ نیومده. در نتیجه خب مثلا برای روانپزشک شما باید برین مدیکال اسکول و دارودرمانی سایکولوژیست گروهی هستن که میتونن تستینگ انجام بدن و در اون رو نگاه میکنن. سوشال ورکرها دارن یاد میگیرن، نه تنها روان درمانی یاد میگیرن ولی بیشتر روی سوشال سیستم کار میکنن. به خاطر همینم حضوری که دارن اینه که شما نه تنها منابع خصوصیتون چیه، بلکه منابع گروهی که در سازمانها و دولت داره بهتون میده چجوری این کار انجام بدین. مریج اند فامیلی تراپیست ها مثل ماها فوکسمون میشه روی ارتباطات و خانواده و و و، یعنی این هاست که داره ترکیب ها رو تشکیل میدن. چه ممکنه در ایران ترکیباش چیز دیگه ای باشه یا در جاهای دیگه ترکیباش جور دیگه ای باشه، و به خاطر همین خواستم فقط اینو توی صحبت شما یه مقدار بازش بکنم. دکتر علایی، دکتر تقوی، میخواین این راجب این صحبت بکنین الان؟ اوکی بفرمایید. بله بله، در ایران هم خانم دکتر کاملا از نظر کارایی و علمی نه تنها از هم تفکیک شده است، به خصوص روانپزشک، روانپرستار و روانشناس
و مشاوره. یه ذره اوورلپ، البته اینجا هم این اوورلپ رو داره، نه از نظر لایسنس ولی از نظر کاری، بین مشاور و روانشناس لایسنساش اینجا فرق میکنه، ولی من دیدم افرادی که اینجا هستن روانشناس ها کار مشاوره انجام میدن، اگرچه ممکنه مشاورها به دلیل اون محدودیت ها در ایران تفکیک شده است. آنچه که یه سر بیرون قرار میگیره سوشال ورکره و همین، ولی تو تیم درمان تو دانشگاه های علوم پزشکی وقتی میخوان منتال هلث تیم رو تعریف کنن چهار تا قسمت رو میگن، میگن روان پزشک به عنوان مسئول تیم، بعد به عنوان مجری روان پرستار، به عنوان همیار جوان چی میشه، میشه مددکار اجتماعی، و به عنوان کسی که اسسمنت میکنه و فالوآپ میکنه روانشناس، ایزن روانشناس بالینی. سپاس. مرسی. شما به دکتر علایی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و تمام بینندگان، بخصوص جناب آقای رحیم نژاد و آقای دکتر مقدسی که بعد از یک سال تونستم دوباره صداشون رو بشنم و ببینم ایشون. والا من نمیخواستم خیلی صحبت کنم، انقدر آقای رحیم نژاد با دقت و ظرافت همه توضیح ها رو دادن که هرچی من بگم دیگه توضیح واضحاته، ولی آقای دکتر تقوی که فرمودن چشم. من اسمم امید علایی هستش، حدود 10-15 سالی هستش که در فیلد کوچینگ کار میکنم و بک‌گراند من مهندسی سایکولوژیه و پازیتیو سایکولوژی مشخصه. من تو این مدتی که در واقع چه تو ایران چه تو آمریکای شمالی تجربه کسب کردم، در رابطه با کوچینگ سه تا میس پرسپشن، سه تا اشتباه رو می‌دیدم که باعث برداشت غلطی از کوچینگ شده. اولش از جانب خود مراجعین بود یا از خود کسایی که کوچی ها و یا مخاطبین، که تصورشون این بودش که میخوان جایی وارد بشن که فیکس بشن، درست بشن، حال بعدشون خوب بشه، دنبال نسخه میگشتن آماده، دنبال یک مسیر از پیش تعیین شده و اینکه داروشون رو بگیرن برن. این اولین میس پرسپشن بود. میس پرسپشن دوم از جانب بعضی از کوچ ها و یا خود کوچ نمایانی که فکر میکردن کوچ هم به قول شما اون تایتل رو فقط پشت در میذاشتن از فردا میشدن کوچ، و اینکه آماده بودن که نسخه به آدم ها بدن، آماده بودن که روش از پیش تعیین شده یا بهشون بدم، و یا خود همه فن حریف پنداری داشتن که هر کسی از هر جایی با هر مسئله بیان من میتونم جواب بدم. و دسته سوم میس پرسپشنی بودش که اتفاقا متخصصین، درمانگران، مشاورین و بقیه عزیزان داشتن با توجه به چیزی که از این دو گروه دیده بودن. یعنی به قول شما فکر کنم دو هفته پیش و سه هفته پیش راجع به یک لوله کش بعد شما صحبت کردین، گفت نمیتونیم به خاطر اون کل لوله کش رو زیر سوال ببریم. و این اتفاق فقط مختص ایران نیست، در این ور دنیا می اتفاق میفته و این میس پرسپشن حالا به خاطر نو بودنش، به دلیل مشخص نبودن چارچوباش یا به هر دلیلی هست داره پیش میاد، دائما اتفاق میفته. یعنی ما هنوز همونجور که آقای دکتر مقدم گفتن تعریف مشخصی نه برای خود مخاطب داریم، نه گاهی وقتا برای خود کسایی که دای کوچینگ میکنن. من میخوام اینو یک جوری که آقای دکترم گفتن برگردونم به سازمانی، و در سازمانی هم همینو داریم. در کوچینگ سازمانی ما به دنبال از بین بردن ایرادات، به دنبال اصطلاحا هم میگیم پر کردن دفیسیت گپ نیستیم. اونجا نمیخوایم ما فاصله کمبودها رو پر بکنیم، بلکه داریم دنبال پر کردن اباندنس گپ هستیم. اونم باز نه به عنوان یک مشاور، به عنوان کسی که نسخه از پیش تعیین شده ای داره، نه به عنوان کسی که حتی مشخصا اون تجربه داره، بلکه همون پروسه فرایند لایف کوچینگ رو که ما از طریق، من میگم ما سه تا توپ رو داریم در زمان کوچینگ در دستمون، مثل این جاگلرهایی که تو سیرک بازی میکنن هر لحظه حرکت میدیم. یه توپمون همون اکتیو لیسنینگ همونه، اون مشاهداتمونه. حالا در کوچینگ سازمانی این فقط در یک لحظه نیست، بلکه در یک مقطعی ما داریم سازمان رو ابزرو میکنیم، مدیران رو ابزرو میکنیم. بخش دوممون اون کوچینگ مایندسته، این که اصلا ذهنیت کوچینگ، که من برای خودم هر بار یادآوری بکنم چه حریم هایی دارم، چه قابلیت هایی دارم. به قولی که خانم دکتر گفتم، من چگونه میبینم مراجعمو، ما میگیم you are more resourceful than you think، باور داشته باشم که اون فرد، اون سازمان خودش بیشتر از چیزی که میپنداره دارای منابع و دارای چیزهایی که از پتانسیل استفاده میکنه.
و سومی اون وقت باید برم سراغ تازه سوال های هوشمند، استراتژی های قدرتمند و اونگونه که میخوام هدایت بکنم. ما در سطح مدیران سازمان خیلی وقتا از این جنبه ها شروع میکنیم، هرچند ما دوباره میرسیم به جنبه های فردی، یعنی خیلی وقتا مسائل ما برمیگرده به مسائل لایف کوچینگ، یعنی ظاهرا مسئله سازمانی اما باز مسئله فردی میشه. و یکی از زیبایی های اتفاقا کوچینگ سازمانی بخش های مشخصی که ازش مثلا در اپریشیتد اینکوایری استفاده میکنیم، ما چجوری میتونیم کل سازمان رو وارد یک فرایند تصمیم گیری بکنیم، وارد فرایند پرسش بکنیم، این نگاه هولیستیک که میخوایم نگاه بکنیم و تمام سولوشن ها و پاسخ ها رو اونجا ببینیم. اما باز مثل لایف کوچینگ، همونجور که الان خانم دکتر گفتن و دکترم گفتن، ما مراجع وقتی میاد سراغ کوچ که انگار میخواد بره در یک باشگاه بدنسازی که سطح بالاتری از قدرت و انرژی در بدنش تجربه بکنه، میخواد برای توسعه حرکت بکنه، اگر قبل از این مراجعه بدونه که جایی از دست شکستگی داره، عضله اصلی کار نمیکنه، سراغ کوچ نمیره، میره سراغ فیزیوتراپیست، میره خودش رو در یک بیس مشخص و آماده پرش قرار میده و بعد از اونجا به بعد که میخواد اون توسعه رو تجربه بکنه. و این به نظر من یکی از دقیق ترین و شفاف ترین معیارهایی که ما از کجا میتونیم با مراجعه کار بکنیم یا نه. هرچند در فرآیند درمان هم ما ممکنه چندی ما طول بکشه تا یک بیماری رو تشخیص بدیم، به همون سرعت ما نمیتونیم افسردگی رو تشخیص بدیم یا انگزایتی رو تشخیص بدیم و اونم در جریان میبره. اما اگر مشخصا مثلا ما میگیم که به سه قدم ساده میگیم به کوچ ها، اگر که تداوم، شدت و علت رو داری تشخیص میدی در یک مثلا در یک کیس افسردگی، این کار شما نیست، نه حتما باید به یک تراپیست مراجعهش بدید. و یا اگر میبینید که داره با تراپیستی کار میکنه، حتما برید با تراپیست صحبت کنید، ازش اجازه بگیرید، تمام اینترونشن هایی که به کار میبرید رو بهش بگید و ببینید که تداخلی در روند درمانی فرد نداشته باشه. همینطور راجع به سازمان هم همینطور، ما جایی میبینیم که سازمانی داره در آستانه بانکراپسیه، خب این اصلا ورشکستگی، خب احتیاج نداره که ما بیم راجع به کوچینگ مدیراش و تفاوت های نمیدونم سی لولش صحبت کنیم. اونجا وقتش که ما اول یک مشاوره استفاده بکنیم، به یک بیسلاین آماده برسیم و بعد همونجا گفتم ما به سمت توسعه، به سمت پر کردن اباندنس گپ در سازمان بریم. این توضیحات مختصر من بود برشون. مرسی. ممنون دکتر علایی. من حداقل باز تو امریکا رو دارم نگاه میکنم، خیلی از کسانی که توی بیزنس کوچینگ دارن میرن کسانی هن که ارگانیزیشنال سایکولوژی خوندن و بعد از ارگانیزیشنال سایکولوژی میرن که با کمپانیا کار بکنن، یا کسانی بودن که سی ای او های کمپانی های خیلی بزرگ بودن، حالا ریتایر شدن و چون این فضا رو بلدن دارن میرن و در این جایگاه دوباره شروع میکنن یه مقدار کمک کردن. و یعنی جوری که یک شخصی اصلا خودش تصمیم میگیره بره کوچ بشه و از چه دریچه ای هم میره جلو، هم من فقط میخواستم این را هم باز بکنم. در حقیقت درست، آیا در جاهای دیگه هم شما کانادا یا ایران هم همین تجربه را دارین راجع به بیزنس کوچ؟ دقیقا همینطوره. ما مشخصا در کانادا ما بیشتر کسایی که مدیران به فرض HR بودن، کسایی بودن که سازمان ها رو میشناختن و بعد سازمان مشخصی هم میشناختن. مثلا من از خودم مثال بزنم، من وقتی وارد یک سازمانی میشم در هر سازمانی وارد نمیشم، به فرض مثلا من در بخش های بیمارستانی درمانی یا مثلا در سیستم لا وارد نمیشم، بک‌گراندی که از مهندسی داشتم من کمک میکنه مشخصا سراغ سازمان های انجینیرینگ، مانیفکتچرینگ، های تک و جاهایی برم که هم وکبلریشون رو میشناسم، هم فرهنگشون رو تا حدی میشناسم و هم نیازهاشون رو میتونم درک بکنم. و به خاطر همین هم اصلا خیلی مهمه که در کوچینگ نیش مارکت داشته باشیم. ما یه موقعی هستش که ما میگیم که کوچ سازمانی، اما چه نوع سازمانی؟ باز کوچ رهبریت لیدرشپ، باز چه نوع لیدرهای؟ لیدر پالیتیکال هم شما میتونید کوچ بکنید، آیا نمیدونم لیدر فاینانشال هم میتونید کوچ بکنید، یا فقط لیدر منیجمنت های مثلا مانیفکتچرینگ میتونید کوچ بکنید. این تخصص ها همینجوری داره اضافه میشه و اتفاقا ما بک گراند های مختلفی داریم. یعنی مثلا در خیلی از دانشگاه‌ها الان ما بعد از ارگانیزیشنال بیهیویر میان کوچینگ سازمانی رو درس میدن مشخصا در یک فیلد خاص، یا مثلا بعد از توی سیستم پزشکی هم همینطور کسایی که در زمینه HR بیمارستان ها کار میکنن بعد از اون میان مشخصا کوچینگ سازمانی میبینن. و از اون مهمتر اینه که کوچ لیدر تربیت میکنن در سازمان. این نیستش که همیشه بخوان متکی به یک سری از افراد مشخص چه این هاوس چه از بیرون باشن
که بتونه تیم رو در نظر داشته باشه و تیم رو بتونه لید بکنه به سمت جلو. حالا من دو گروه توی ذهنم میاد، من منتظر هستم که دستاتون رو بالا کنید و بعدم از دکتر رحیمی نژاد خواهش بکنم که اگر موارد دیگه هست که توی صحبتشون ما هنوز نشنیدیم از این عزیز و لطف بکنن که مطرح بکنن. دو تا گروه هستن توی امریکا که به عنوان کوچینگ یک سیستم رو از جایگاه فلسفه خودشون برای راهبردشون میبرن جلو و بعد تقسیم میکنن. یکیش تونی رابینز که کوچینگ رو تو امریکا حداقل بس داشت، اول به لایف کوچینگ و بعد بیزنس کوچینگ و الان کلاس‌های بیزنس مستری داره و یک فضای بیلیف سیستمی رو میبره جلو و بعد اون رو باز میکنه. دومم لند مارک ادویکیشن که اون هم با فضای خصوصی شروع کرد و الان لایسنسینگ میده برای بیزنس کوچینگش که اون هم یه مقدار زیادی از اونجا و تو هاروارد هم استادیش کردن و الان تو تمام دانشگاه‌ها در حقیقت مال خود لند مارک سیستم رو هم دارن یاد میدن برای بیزنس کوچینگ و لایسنس میدن به اونها و تونی رابینز هم لایسنس میده و بعد کوچینگ یونیورسیتی زده با کلویا مدانس با هم دیگه که کوچینگ یونیورسیتی زدن که اونها هم این کوچینگ ها رو یاد میدن. چه دو گروه هستن که یک سیستم به خصوصی به وجود آوردن و بعد اون رو دارن پخش میکنن هم برای فردی و هم برای بیزنسی. حالا نمیدونم جاهای دیگه من ممالک دیگه هم این رو داره یا نه، ولی حداقل از اینجا میدونم که این به وجود اومده. دکتر مقدسی، من فقط قبل از دکتر مقدسی قبل از این شما صحبت کنم، دکتر رحیمی نژاد شما مدتیه که سکوت کردین، آیا صحبتی دارید یا اینی که توپو بدم دست دکتر مقدسی؟ دکتر رحیمی نژاد فکر کنم هم سکوت کردن هم نمیشنون ما رو. خب دکتر مقدسی بفرمایید، خواهش میکنم خودتون آن میوت بفرمایید. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان و عزیزانی که فرصتی هست مجدد بحثای این چنینی. سلام و سلامتی براتون آرزو میکنم، امیدوارم که شاد و سرحال و سالم باشید. من اینترنتم خط پایداری نبود، با تأخیر ملحق شدم علارغم این که بحث امشبم از بحثای مورد علاقه من هستش. اجازه بفرمایید من یه مثالی رو میشه لطفا خودتون رو معرفی بکنید؟ خیلی از دوستان شما رو میشناسن ولی برای دوستانی که دارن ما رو میشنون اگه لطف کنید خودتون رو معرفی بفرمایید. بله، من محمد رضا مقدسی هستم، حوزه کاریم در واقع رزیلینس و تاب‌آوری هستش. اخیراً چند سال گذشته رو تمرکزمون در حوزه مکتوب بوده و بیشتر تدریس. خیلی نزدیک هستم به سازمان‌های مردم نهاد، در واقع اون چیزی که شما تحت عنوان نان گاورنمنت اورگانایزیشن ازش یاد میکنین یا NGO. داشتم عرض میکردم خدمتتون که من ظرف این چند سال گذشته تمرکزمون روی فعالیت‌های مکتوب بوده، در واقع به خاطر اینکه حوزه کاری خودم، حوزه‌ای که دوستش داشتم، احساس کردم خیلی خیلی بایگانیمون در کتابخانه ملی خیلی ضعیف بود. ما واقعا صفحه اول کتاب‌های دنیا رو در کتابخانه ملی نمی‌دیدیم. ناشران بسیار نامانوس بودن با فضای کار چاپ و نشر تاب‌آوری و رزیلینس و همینطور کوچینگ و منتورینگ، که من نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم، فقط فرصتی هستش دو سه تا نکته رو احساس کردم که برای خودم وظیفه دیدم در واقع که راجبش صحبت بکنم. یکی، اجازه بفرمایید از اینجا شروع بکنم. اگر یه موقعی تیم ملی فوتبال یک کشوری در حال مسابقه دادن باشه، وقتی صحبت از پرچم و ملیت و نیشنه، خب طبیعتا همه حق دارن اظهار نظر بکنن، اما بین همه کسانی که حق اظهار نظر دارن تعداد محدودی هستن که فوتبال رو میشناسن، آموزش دیدن، تحلیلگر و توانایی آنالیز مسائل فنیه یک تیم رو در سطح ملی، در سطح بین المللی دارن و اونا علاوه بر حق صلاحیت هم دارن. متاسفانه عرصه کوچینگ شاید این قسمتی که من دیدم اینجوری باشه، همه به خودشون از حق خودشون برای اظهار نظر استفاده میکنن و وقتی که میری تهیه فنجون این آدم رو میبینی که
اون ته خبری از صلاحیت نیست. ایشون نه تنها حالا بحث مدرک نیست، نه تنها آموزش های تخصصی کوچینگ رو ندیده، صلاحیت این کار رو نداره، بلکه صاحب تریبون هم هست و اساسا خودش رو کوچ هم معرفی میکنه. در واقع مثل این میمونه که تیم ملی فوتبال کشور من داره مسابقه میده و من از حق ایرانی بودنم چون پرچم کشور من به اون لباس هست استفاده میکنم، غافل از اینکه این عرصه تخصص هست، عرصه صلاحیت. اما بعضی از دوستان که البته به حق هم اشاره کردن راجع به یه سری در واقع چارچوب ها، خطکشی ها و مرزبندی ها، اولا هیچ اشکالی نداره اگر که کوچینگ، حالا فرض بر این که چارچوبی نداشته باشه یا لیتریچر و ادبیاتش در اون حد و معنایی که ما در سایر علوم میبینیم طبقه بندی نشده باشه، و مثلا چه اشکالی داره ما فضای خارج از مرزها و خطکشی‌های متعارف رو تجربه بکنیم؟ اساساً روح و خون و نفس تازه هستش، و حالا اگر تونستیم طبقه بندیش هم بکنیم، خب این کاریست که سالیان سال کردن دیگه، خیلی خطکشی‌ها به وجود میاد و مرزبندی‌ها به وجود میاد. این به نظر من از دو تا زاویه میتونیم بهش نگاه کنیم که آیا این مزیت و برتری هستش برای کوچینگ یا اینکه عیب و نقصشه. اما لابلای گفتگوهای عزیزان مطلب سومی رو اگر درست شمرده باشم، منم در آستانه 58 و 59 نیستم، ولی ما هم داره پشت سر شما در حال حرکتی، خدمت شما عرض کنم که اگر که کوچینگی که ما اینجا میبینیم در ایران منظورم هستش، دو جور کوچینگ ارائه میشه. حالا دو جور، حالا بعضی هاشون هم چیز دارن، ساب سیستم هایی هم دارن، ولی با دو تا سیستم کلی روبرو هستیم. یه ده عزیزانی هستن که کوچینگ رو ارائه میدن بدون زیر ساخت تئوریک و اینکه مبنای نظری در روانشناسی داشته باشن، اساسا ادعایی هم ندارن برای اینکه روانشناسن یا تراپیستن یا روان درمانگرن، کارشون این نیست. و همونطوری که عزیزان اشاره کردن، خب حوزه تخصص خودشون رو میشناسن، حق و صلاحیت خودشون رو میشناسن و کارایی و کارآمدی های خودشون رو میشناسن و برای خودشون یه چارچوبی اعمال میکنن، یه شخصیت حرفه‌ای متوازن و متعادلی رو دارن. یه دسته دیگری هم که هستن که روانشناسانی هستن که علاقه مند هستن به کوچینگ و میخوان توی فرایند، توی اتاق درمان، در درمان فردی از کوچینگ هم استفاده بکنن، یا روانشناسان صنعتی و سازمانی هستن، یا همونطوری که عزیزان اشاره کردن خانواده درمانگر هستن، اونا هم میخوان خانواده رو کوچ کنن، سازمان رو کوچ کنن. بنابراین با دو تا دسته و دو تا راه و مسیر متفاوت روبرو هستیم. کوچینگی که عموما در ایران میبینیم زیر ساخت تئوریکی نداره، یعنی ما سرفصل دانشگاهی و مشخصی رو حتی جز دروس اختیاری در دوره‌های لیسانس، فوق لیسانس، دوره دکتری، تا اونجایی که من میدونم، ما حتی یه درس دو واحدی هم به عنوان کوچینگ نداریم. و باید کسی که کوچینگ رو دوست داره باید بیاد بیرون از فضای آکادمیک ایران، به مؤسسات، به نمایندگی‌ها، به فدراسیون و به کالج‌ها و مدارس و مکاتب مختلفی مراجعه کنه و آموزش ببینه. به خاطر همین آموزش کوچینگ خیلی بار مالی برداشته و بعضیا به عنوان بیزینس دارن نگاه میکنن و سوء استفاده هایی هم طبعا هر جایی که پول باشه، قدرت باشه، خب فضای علم و اون فضای مطهر و سالم و پاکش رو خراب میکنه. اما من صحبتام خیلی دوست داشتم، بیشتر، خیلی بیشتر از اینا وقت میذاشتم، تعداد عزیزان زیاد هستش و وظیفه محول کردن که من چند تا از کتابایی رو که کار کردیم به خاطر همون انگیزهی که میگم بایگانی فارسی خیلی ضعیف بود، حالا ما هم در حد بضاعت، من یک کتاب، آقای دوست عزیزمون اسمشون رو فراموش کردم، یک کتاب برای منتورینگ در مددکاری اجتماعی، یه هندبوک کوچولوه. این کتاب سال 96 خودم ترجمه کردم، منتشر شد با تیراژ خیلی محدودی. مفهوم منتورینگ رو در مددکاری اجتماعی از انتشارات ورجاوند، علاقمندانی که میخوان پی دی افش هم فکر میکنم داشته باشم، میتونم حالا بعد از حتما جز مطالبات جلسه امشب بذاریم که من
تقدیم عزیزان بکنم، اونم به زبان انگلیسی است. این کتاب در بازار ایران اکثر مارکت ها دارن و قابل دستیابی است، چیز نایابی نیست. انتشارات ورجاوند رهنما، چون اون موقع حتی انقدر نامانوس بود نمیتونستیم، یعنی من رهنما رو اگر دوربین خوب بگیره با رنگ متفاوت و جدا از هم تایید کردیم که بگیم آقا این رهنما راهنما نیستش، یعنی سعی کردیم یه جوری بصری هم این مفهوم. کتاب دیگری که پرزیدنت عالی مدرسه مددکاری ایالات متحده امریکا خانم هندرسون کار کردن، رهنمای تاب‌آوری، این هم باز ما جدا از هم دیگه تایپش کردیم که اون مفهوم رو برسونه. این کتاب رزیلینس، منتورینگ فور رزیلینسی هستش، رهنمایی یا در واقع منتورینگ برای تاب‌آوری هست. یکی دو تا پروژه خیلی خوب اجرا شده که نمونه های موفقی هستن و میتونن برای عزیزانمون که علاقمند هستن الهام بگیرن ازش، کتاب، اینم کتاب قابل توجهیه. اما کتابی رو که دوست عزیز و استاد عزیزمون آقای دکتر تقوی از ما به عنوان کادو قبول کردن و من هنوز هم منتظر هستم که از بازخوردهای اصلاحی ایشون ما رو هدایت کنید، ما رو راهنمایی کنید، ما رو مدیریت کنید، سپاسگزارم. که آقای امید علایی عزیز نازنین هم خیلی به من کمک کردن با این کتاب کوچینگ کوئسشنز که ما تحت عنوان پرسش در کوچینگ، اینم به فارسی برگردونده شده، من و همقلم گرامی هم که از غذایشون هم همکار شما هستن، روانشناس هستن، خانم نرگس بیگدلی یادی بکنیم ازشون، خیلی همراهی خوبی بود، تجربه خوبی بود. این کتاب هم در بازار ایران منتشره، جز کتابایی هستش که فکر میکنم جز تاپ 10 کتابای، اگر درست گفته باشم، کتابایی هستش که اکثر کالج‌ها و مدارس و اسکولای کوچینگ این کتاب درس میدن، یعنی کتابی نیستش که بشه در عرصه کوچینگ نادیدش گرفت. یه کتابی هم که اخیراً میگم به خاطر همون فقر و فقدانی که کوچینگ فارسی ازش در عذاب بود و این تشخیص من بود، حالا اگر که قضاوت نابجایی هم هست حتما بنده رو حاضرم راجبش با هم دیگه هم گفتگو بکنیم. ما اخیراً چاپ شده، یکی دو ماه گذشته، دو سال تقریبا برای این کار زحمت ما کشیدیم، امیدوارم ترجمه خوبی هم فکر میکنم ازش در اومده. خواهرخوانده سی بی تی هست که به جای در واقع سی بی تی به جای تیش سی کوچینگ قرار میگیره. این کتاب انتشارات سخنوران، حدود 230 صفحه است و این کتاب رو نینان نوشته، مایکل نینان، که معرف حضور همه شما عزیزان قطعا هست، علاقمندان به سی بی تی نتونستن از اسم نینان عبور بکنن، کوچینگ شناختی رفتاری، از جمله کتابهایی هستش که کوچینگ رو در روانشناسی صاحب زیرساخت تئوریک میکنه. این کتاب من خودم خیلی دوست دارم، باز هم ادای احترام بکنم به سرکار خانم نرگس زمانی، هم قلم من در این کتاب، که اینم باز تجربه خیلی خوبی بود. امیدوارم تمام روانشناسانی که به کوچینگ علاقه دارن و تمام کسانی که کار کوچینگ رو دنبال میکنن و علاقمند هستن به روانشناسی، مخصوصا به سی بی تی علاقمند هستن، این کتاب رو از دست ندن. پی دی افش به زبان انگلیسی در اختیارمه، باز هم ازتون خواهش میکنم توصیه های ما رو جدی بگیرید، ما از 50 عبور کردیم، ممکنه فراموشمون بشه، جز مطالبات گروه بذارین، حتما من تقدیم میکنم. یه کتاب دیگه هم با انتشارات رشد زیر چاپ داریم، از همین نویسنده است، از مایکل نینان هستش. میخوام سورپرایزتون کنم، نینان بفرمایید که نشر کتاب، همین کتابی که داشتیم میگفتین کجا هستش؟ بله، انتشارات سخنوران، عرض کردم. یه بار دیگه من به ترتیب میگم خدمتون، چشم یادآوری کردین، خیلی ممنون. یه کتاب دیگه زیر چاپ داریم که امیدوار هستم تا آخر بهمن ماه به بازار و مارکت های ایرانی هم برسه، انتشارات رشد. عنوانش شاید برای عزیزانی که کار کوچینگ میکنن جالب باشه، مایکل نینان که بالاخره چهره شناخته شده هستش در کوچینگ و البته سی بی سی و سی بی تی،
کتابش رو تحت این عنوان نامگذاری کرده، تاب‌آوری به مثابه چارچوبی برای کوچینگ. و این همون چیزی هستش که ما روی کردی است که استاد عزیزمون جناب آقای علایی به درستی بهش اشاره کردن، اگر دستت شکسته کوچ نمیخوای، فیزیوتراپ میخوای. اون یه داست، این روی کردی است که به شدت با روی کردهای ما در تاب‌آوری خیلی همپوشان، ما هم ناظر بر منابع هستیم، حتی اگر اون منبع هم مختصری صدمه دیده باشه یا چیزی فراتر از مختصر. توپو انداختین تو زمین من، ولی خب من توپ زدنم فکر کنم یکم طولانی شد. ازتون سپاسگزاری میکنم به خاطر این همراهی ها. برای همه تون آرزوی سلامتی دارم و اگر اجازه بفرمایید ما تریبون رو محول بکنیم به میکروفون رو محول بکنیم به دوستان دیگری که همراه و همنورد ما هستن. به ویژه تشکر خاص و مخصوص از شما خانم دکتر که بانی این کار قشنگ بودین، همینطور آقای دکتر تقوی عزیز، امید عزیز، پیمان رحیمی نژاد عزیز که خیلی دلم براش تنگ شده، اصلا نمیدونم هم کجاست، فکر کنم صدای ما رو واقعا هم نمیشنون، و سایر اساتید و عزیزانی که همراه ما بودن. شب و روزتون بخیر. من با اجازهتون از خدمتتون مرخص میشم. خیلی ممنونم، متشکرم. دکتر رحیمی نژاد رو ما فکر کنم از دست دادیم به خاطر مسائل اینترنتی، چون یه مدت نمیشیدن، بعدش هم فکر کنم دراپ آف شدن. ساعت 11:58 دقیقه است به خاطر اینی که دکتر تقوی از درخواست به خصوصی از جناب امان الله قهرمان کرده بودن، معمولا هم ایشون لطف کردن آخر برنامه جمع بندی میکردن، من هم ایشون رو والانتیر میکنم برای سخنان آخر. ممنون از لطفتون، والا خیلی استفاده کردم. اولا خیلی خوشحالم که این همه الان مطالب و عزیزان متخصص در ایران هستن. زمانی که من از ایران اومدم متاسفانه هیچ کدوم اینا وجود نداشت و مایه سعادته که ببینیم اینجوری توی این 30 سال تغییر در این سطح هست. من دو تا نکته برام مطرح شد همینجور که صحبت می شد. یکیش در رابطه با یه زمانی با خانم دکتر زینی یه سری پروگرام داشتیم برای continuation education عزیزان تراپیست که می رفتیم کروز باهاشون، بعد اونا 24 واحدشون رو میتونستن تو اون چند روز کروز بگذرونن و به قول معروف لایسنسشون رو بتونن رینیو کنن. از اون دوره یک اتفاق که افتاد، یکی از این خانومای تراپیست حدود 30 و چند سال بود که تراپی میکرد، علاقش رو به یوگا بیشتر یاد گرفتن در مورد یوگا چیز کرد و بعد از این که ما برگشتیم به لس آنجلس ایشون آمد نزدیک 3 ماه یا 4 ماه می آمدن کلاس یوگا. این خانم تراپیستی بودن که نزدیک 30 و چند سال کار کرده بود. جلسه آخری که اومدن کلاس دیدم یه جعبه شیرینی بزرگم با خودشون آوردن، گفتیم که خب این چیه قضیه؟ گفت من اینو آوردم برای اینکه بگم که بالاخره بعد 30 و چند سال من بیزنس تراپی خودم رو بستم و از 2 هفته پیش لایسنس فالگیری گرفتم کنار سانتا مونیکا بیچ و خاصیتش اینه که پول کش میگیرم، لایبیلیتی هم ندارم، هیچ کی هم منو نمیتونه سو کنه و تمام چیزایی هم که واقعا دلم میخواد که به اون آدم بگم که به اون کمک بشم میگم. خیلی هم وضعم خوب شده. این شیرینی هم برای شما و ممنون از اون ترینینگی که با خانم دکتر زینی داشتیم برای اینکه ذهن منو باز کرد که من مجبور نیستم که تو یه شکل خاصی بمونم تا اینکه بتونم با آدما کمک کنم. خب به هر حال امیدوارم اسای ادب کسی نکرده باشم، ولی یه چیزی که هستش اینه که ما از یه طرف دلمون میخواد که یک نظامی باشه که حمایت کنه
کسی که سرویس میده و کسی که سرویس میگیره. ولی از اون طرف هم ما یه چیز رو فراموش میکنیم که ما کسی رو که داریم باهاش کار میکنیم انسانه، و انسان چندین و چندین بعدیه اگر این لغت اصلا درست باشه گفتنش. یعنی ما با یه موجود یک خط خیلی مشخص که اگه از اینجا رد شد میشه شامل این، با یه همچین موجودی برخورد نمی کنیم. به همین دلیل کار این که بگیم که واقعا چه استراکچری که به این آدم میتونه کمک کنه، من نمیدونم تو این 60 و چند سال برای خود من، من الان نگاه میکنم نزدیک دقیقاً نزدیک 50 سال من تو این داستان کشف خودم هستم، و چیزی که متوجه شدم اینه که تمام این جاهایی که رفتم هر کدومش یه چیزی به من کمک کرده، و هر کدومش یه جوری یه دریچه بوده که من دیدگاهم به خودم و زندگی باز کنه. و این که ما بخوایم دنبال این باشیم که نمیدونم، بعضیامون دلمون میخواد واقعا مطمئن بشیم کسی که وارد قضیه میشه صدمه. منم اون اوائل همیشه فکر میکردم وای چی کار میشه کرد که این عزیزی که اومده همچین قشنگ سالم از اینجا سالم بیاد و سالم بره. بعد یه نکته ای که بعدا متوجه شدم اینه که واقعا من تا جایی که میتونم مسئولیت فردی خودم اینه که اگر میبینم که اون عوامل دیگه ای هست میتونه بهش کمک کنه، حتما وظیفمه که به اون بگم. حالا لازم نیست که یه ارگانیزیشن اون بیرون اینو به من بگه، اگه من خودم آگاهیشو دارم این کار رو میکنم. و این داستان با من و دکتر زینی و چند تا از عزیزان دیگه متخصص بوده که هر وقت من دیدم که موردی رو که دارم باش کار میکنم احتیاج به تراپی اساسی عمیق داره، در جا معرفی کردم به دکتر زینی و عزیزان دیگه، برای اینکه مطمئن بودم بدون اون اصلا امکان نداشته کار کوچینگ. یه داستان دیگه هم که میخوام بگم کوتاه فقط اشاره کنم. حدود سال 98-99 میلادی میشه 22-23 سال پیش، زمانی که صحبت این شد که بریم دنبال این که کارهای سرتیفیکیت ها و اینای کوچینگ رو بگیریم، اون زمان دو تا ارگانیزیشن تو امریکا این کار رو میکرد. من با هر دوتاشون که تماس گرفتم پاسخی که به من دادن این بود که شما رو ما میتونیم کانسیدر کنیم گراند فادر تو این قضیه، برای همین نمیدونیم که چجوری میتونیم چیز بکنیم، فقط we can consider you grandfather in this thing. من فکر میکنم عزیزی که داره میره دنبال این که از یه نفر کوچینگ بگیره، مسئولیت خودشه که واقعا ببینه که آیا این آدم درست اینه داستان یوگا 6000 ساله همینجوری صحبت ها هست، قضیه کوچینگ هم به هر حال در نهایت در رابطه با انسانه. کسی که میخواد کوچینگ بگیره خودش باید اصلا ببینه با اون کسی که داره حرف میزنه میتونه بهش اعتماد کنه، احساس آرامش بهش میده، اون چیزایی رو که دنبالش هست رو تو این آدم میتونه ببینه که به من میتونه کمک کنه، و یعنی اون تشخیص خود فرد خیلی اهمیت داره. از اون طرف هم به عنوان کار ما هم وظیفمونه اگر میبینیم که یه چیزیه که یا من نمیدونم یا کس دیگه ای هست که تخصصشه و من تخصصشو ندارم، این کار ریفر رو انجام بدم. من نمیدونم واقعا چی باید میگفتم. ممنون از شما. مرسی دکتر تقوی عزیز. خیلی ممنونم. این صحبتی رو که امان عزیز میکردن، هر وقت ما برای CEO میریم که هر دو سال باید 36 انجام بدیم، 6 یونیتش باید حتما illegal and ethical باشه. معمولا هم وکیلا اینا رو دارن صحبت میکنن. هر وقتی ما اینا میریم فکر میکنم نصف بیشتر کسانی که اونجا نشستن دلشون میخواد آخر این 6 ساعت لایسنسشون رو بدن دستمون رو بگن ما رفتیم، چون حوصله لایبیلیتی مسائل حرکات عجیب غریب لاسوت های امریکا رو و اون گیم هایی که بازی میکنن رو ندارن.
جناب دکتر تقوی. و این 30 ثانیه فقط، یک کتاب دکتر مقدسی فراموش کردم، تاب‌آوری اقدام در کوچینگ. آقای دکتر مانه پمبرتونه، کارول پمبرتونه اسم اصلی کتاب هستش، Resilience, a Practical Guide for Coaches 2015 مانه کارول پمبرتونه. و کتابی که پیمان عزیز، دکتر رحیم نژاد عزیز گفتن این کتاب هست، من نمیدونم دیده میشه یا نه، به دلیل بک‌گراند من دیده نمیشه فکر میکنم، بذارید اجازه بدیم من اینو بیارم بالاتر. کتابی هست به نام مربیگری برای عملکرد بهتر، مان سر جان ویتموره که ویتمور 2017 فوت کرد. پیمان عزیز با جناب علی پور و دکتر شکرکن که پدر روانشناسی اینداستریال اورگانایزیشنال ایران هستن مقدمه نمیشم. مربیگری برای عملکرد بهتر خیلی جالبه، اسمش از کوچینگ فور پرفورمنس، اما توش با اینکه به نظر میرسه جنبه های سازمانیش بالاست، یه چپتر در مورد ترانسپرسونال کوچینگ داره. من اولین بار قامت کوچینگ توی این کتاب با این ترانسپرسونال میدونستم، ولی فهمی کردم حالا ما روانشناسا بیم ترانسپرسونال رو وارد چی بکنیم، کوچینگ کنیم، دیدم که نه، اصلا سر جان ویتمون یه چپتر رو توی این کتاب اختصاص داده. خانم دکتر خیلی امروز جلسه خوبی بود، خیلی دل من رو روشن کرده، کسایی رو دیدم و حرفای شنیدم که بعد مدت‌ها یه ذره همچین پرو پیمونه سیاد. بازم متشکرم، خیلی ممنونم از همگی شما، از دکتر پیمان رحیمی نژاد برای پریزنتیشنشون، دکتر تقوی برای معرفی ایشون، تمام اساتیدشون که با ما هستن و بودن و از تجربیات شما استفاده کردیم. هفته آینده دکتر نیکول جعفری، استاد دانشگاه، دو تا از دانشگاه‌های ایالتی امریکا هست و اتفاقا ایشون دارن اینترنشنال کوچ مستری رو میگیرن، برای اینکه با در حدود 30 خورده ساله که ایشون پروفسور دانشگاه هستن، معلمی رو میدونستن، ولی چون به خاطر فرزندپروری دوست داشتن که کوچینگ فرزندپروری انجام بدن، اتفاقا برگشتن مدرسه و دارن اینترنشنال کوچ مستریشون رو میگیرن که تازه بتونن کوچهای دیگر رو هم ترین بکنن. ایشون با یه گروهی که باهاشون کار میکنن و استاد، یعنی اینترن هاشون هستن، یه سری ریسرچ ها انجام دادن در حقیقت در ایران راجع به مسئله شوگر دادی، و به نظر من ریسرچ خیلی خیلی عالیه و دوست داریم که این کامپوننتی رو که همه جای دنیا فعلا وجود داره یه مقدار راجبش باز بکنیم، بحث بکنیم. از اون مباحثی هم هستش که هم میتونیم علمی روش نگاه کنیم، هم فکر کنم همتون اینجوری هم باهاش خواهید داشت، از اون مباحثی که مثلا شیطونی هر کسی رو بالاخره توی این مباحث در میاره. برصد امیدوارم که از دیدگاه‌های مختلف بتونیم این پدیده‌ای رو که به هر صورت سالیان سال بوده رو هم نگاه کنیم. دکتر تقوی لطف به من کردن، همیشه گفتن که اگر من پسی هستش که برای شما عزیزان جالبه بهتون بگم، این دوشنبه فیلیپ زیمباردو قراره که با من اینترویو داشته باشه توی برنامه رادیویی. در نتیجه اگر که مایلید که لایو بشنویدش که ساعت 3 بعد از ظهر توی KMET 1490 ABC رادیو خواهد بود، اگر نه، اگر که به یوتیوب کانال من داشته باشین، تارک من سوشال میدیاها مثلا در عرض هفته دوباره براتون گذاشته میشه. مرسی از همه شما عزیزانی که با ما اینجا صحبت کردین، از تمام عزیزانی که بیرون از این زوم میتین قراره که سخنان ما رو با دلتون بشنوین، و تا هفته آینده روز و شبتون خوش.